جوانی باید اگه اشتباه نکنم درست گفته باشم، میکروفون در اختیار شماست. بله، با درود به همه. ببینید من چند نکته کلیدی رو بگم. ببینید در یک کشور دموکراتیک، چه فرانسه، چه آمریکا، چه آلمان، حالا هر کشوری، جنگ بین احزاب سیاسی برای به قدرت رسوندن نماینده سیاسی خودشون به که رئیس جمهور بشه، چپ، راست، حالا هرچی، با شرایطی که ما درش هستیم 180 درجه متفاوته. ما یک اپوزیسیونی هستیم در خارج از ایران، ایرانی که اشغال شده توسط جنایت، یکی از جنایتکارترین رژیم‌های دوره الان، و در این اپوزیسیون شکی نکنید در تمام، من اینو رو کراست میگم و این رو من 20 سال پیش نوشتم، حالا شاید خدا آقای حامد شیبانی را یا کسان دیگری خونده باشن، شنیده باشن صحبت‌های من در رادیو تلویزیون فرانسه، که در تمام احزابی که شماها تشکیل دادید بدونید جاسوس های جمهوری اسلامی هستند. الان که ما داریم صحبت میکنیم جاسوس های جمهوری اسلامی هستند، من نمیدونم کی ولی هستند. همونطور که اسلامگرایان در کشورهای اروپایی در همه نهادها نفوذ کردند، جاسوس های جمهوری اسلامی هم در تمام نهادهای اپوزیسیون واقعی جمهوری اسلامی نفوذ کردند. این دو تا مطلب. مطلب دیگه این هستش که ببینید اگر که زمان ما، این رو آقای وحید بهمن خوب گفتن که ایران رو نمیدونن با سوئیس و با کشورهای دیگه مقایسه میکنند، بیاین ایران رو با ایران مقایسه کنیم، بیاین زمان الان رو با 57 مقایسه کنیم. آیا فکر میکنید در زمان 57 اگر حزب توده و جبهه ملی و مجاهد و کمونیست و کوفت و زهرمار نمی رفتن پشت خمینی، آیا فکر می کنید انقلاب اون فتنه 57 پیروز می شد؟ نه. آیا فکر می کنید اگر از داخل ایران طالقانی ادعای رهبری می کرد، بهشتی ادعای رهبری می کرد، حداقل اون ساواک این لیاقت رو داشت که بره مثلا چند تا آیت الله رو ورداره بگه شما هم ادعای رهبری کنید، آیا فکر میکنید انقلاب پیروز میشد؟ حتی اون مردم نادان 57، با اینکه اینترنت نبود، در هر حال آگاهی تا اون حد نبود، حتی اونا میترسیدن، میگفتن که خب شاید کشور تجزیه بشه. پدر خود من سال زمان قاجار به دنیا اومده بود، سنی داشت که میتونست پدر پدر بزرگ من باشه، برای من زمان قاجار رو تعریف کرده بود. خب خیلی از پدر بزرگ ها 50 سال پیش، 45 سال پیش که فتنه 57 اومد، زمان قاجار رو دیده بودند، میترسیدند که شاید مملکت ویرانه بشه. در نتیجه اتحاد مهمترین چیزه، نه اتحاد بین افراد. اصلا ببینید هر شخصی، هر شخص به غیر از شاهزاده رضا پهلوی، فکر میکنید انقلاب پیروز شد؟ حتی پهلوی، مردم هر نادان 57، هر شخصی میتونه. خانم مرادی لطفا برای من الان پیغام ندین، لطفا بعدن دارم صحبت میکنم. هر شخصی به غیر از شاهزاده رضا پهلوی، به غیر از شاهزاده رضا پهلوی و اونم من خواهم گفت را، میتونه جایگزینش کس دیگری باشه. یعنی هر کسی، هیچ کس دیگری مهم نیست به غیر از شاهزاده رضا پهلوی، اونم خواهم گفت چرا. ببینید جبهه 7 آبان با من تماس گرفتن، رستاخیز تماس گرفتن، ایران نوین تماس گرفتن. من آدم سیاسی نیستم، اگر آدم سیاسی بودم تو کار تو فرانسه کار سیاسی میکردم، اما ائتلاف بین احزاب سیاسی از واجبات واجباته و این باعث میشه که حتی شما احزاب سیاسی در بین خودتون مثل الک بکنید، الک که بکنید جاسوسا میافتن پایین و این کار چندان سختی نیست، من الان توی اینجا هم نخواهم گفت، جاسوسا میافتن پایین و این ائتلاف حد اقلی این خواهد بود که شاهزاده رضا پهلوی و فقط شاهزاده رضا پهلوی نماینده همه ایرانی ها خواهد بود و رهبری خواهد بود که برای گذار از جمهوری اسلامی بر از طرف ایرانیان خواهد بود و نه
ببخشید اگه جمع‌بندی هم بکنید ممنونتون میشم. بله دارم صحبت میکنم اگر اجازه بدید. جمهوری انقلاب ما پیروز نشده، شاید در خواب و خیال ما، در ذهن ما بله، ولی تنها مشروعیت جمهوری اسلامی همون دستگاه سرکوبش هست. حتی همون بعد از سال، شاید بعضی ها سنشون کمتر هست و نمیدونند، ولی بعد از جنگ ایران و عراق هیچ کس فکر نمیکرد جمهوری اسلامی دوام بیاره. اصلاح طلبا رفسنجانی بود بانی اون که جمهوری اسلامی هنوز دوام میاره و این دستگاه رفسنجانی بسیار گسترده هست. به هر حال من این رو میخوام بگم برای جمع‌بندی که ائتلاف پشت نهاد پادشاهی حتما باید تشکیل بشه و ما این رو بدونید، یا فقط همین حکومت جنایتکار کثیف جمهوری اسلامی رو خواهیم داشت یا نهاد پادشاهی به قدرت خواهد رسید. سپاس از شما، خیلی متشکرم. دوستان عزیزان، جناب آقایی، جناب شیبانی، جناب احمدی، اگر که صحبتی پیگفتی دارید در مورد صحبت و ما این رو بدونید یا فقط همین درسیم خدمت باقی عزیزان. من بخش دوم سخنم رو میخواستم یه وقتی اگر شد ادامه بدم، اگر زمان من رسید به من یادآوری بفرمایید. سپاس کنم. خواهش میکنم اگه اینطور هست بفرمایید شما. خب بعد هم ما برسیم سراغ دوستان دیگر. بفرمایید شما. اوکی، بسیارم خوب. در مورد این افسانه اتحاد همه با هم خمینی من خواستم بگم، چون این سالها فضای سیاسی ما رو پر کرده بود و خیلی ها به همین حرفا استناد می کردند که مثلا خمینی این کار کرد، خمینی همه رو جمع کرد، آیا ما هم می تونیم یا نمی تونیم، آیا می شود یا نمی شود. منتها پدیده‌ای که اتفاق افتاد اگه درست بهش نگاه کنیم، واقعا خمینی نرفت سراغ مسعود رجوی بگه که بیا تو رو خدا با هم دیگه کار کنیم، یا کیانوری نرفت سراغ خمینی نرفت سراغ کیانوری، یا خمینی نرفت سراغ دیگران و این گروه های گوناگونی که حتی اسمشون هم نیورد، ولی همون گروه ها عکس خمینی رو در خیابان تکون میدادن و اون رهبر اعظم و قائد بزرگ و انواع فروزه هایی که گمان میکردند به اون نسبت میدادن. پدیده ای که پیش میاد اینه که وقتی که یه گفتمانی قدرت میگیره و یه گفتمان سیاسی فضای جامعه رو پر میکنه، نهادهای اون اگر بتونن که پیوسته تصمیم گیری و داوری بکنن، یعنی اقتدار از تصمیم گیری پیوسته، یعنی شما بتونین مرتب بر اساس جریان هایی که تو جامعه هستش یه تصمیم درست بکنید، به جامعه بدید، بعد بازخورد اون رو داوری بکنید، دوباره تصمیم بعدی رو بسازید، یعنی یک چرخه داوری و تصمیم پیاپی پشت سر هم هستش که برای نهادهایی که گفتمان برتر رو در جامعه در اختیار دارن میتونه براشون اقتدار بسازه. مثلا من یه مجله‌ای دارم که یا یک نهاد خبری دارم پیوسته دارم روی گفتمانی کار میکنم، منتها من بیشتر بازتاب دهنده و تحلیل دهنده و بیشتر تحلیل میکنم، انتقاد میکنم، یه مقداری نظر میدم یا رهنمودهایی رو ممکنه به صورت کلی بدم، ولی من اونی نیستم که اقتدار به دست میارم، اونی اقتدار به دست میاره، حالا به صورت کلی الان دارم میگم، که میتونه پیوسته بگه که حالا چی کار بکنیم، داوری درست بکنه، دوباره بگه حالا چی کار بکنیم و همینجوری و چشم‌اندازهای کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت بتونه بسازه و با جامعهش در واقع یک در مدل رهبری بتونه یک یادگیری دو سویه بسازه، یعنی از جامعهش بیاموزه به جامعهش بیاموزه و این کار رو بتونه انجام بده. تنها کسی که الان میتونه این کار انجام بده و در این موقعیت هست به صورت حالا جامعه شناختی نها کنیم، شاهزاده گرامی هستن، به صورت سنت حکمرانی در ایران هم، سنت دولتگرایی در ایران هم نگاه کنیم، در ایران ما خیلی پیشتر از اینکه مثلا تئوری لجیتیمسی یا حقانیت شکل بگیره، ما در ایران این رو به شکل فره میشناسیم و فره شاهی، فره حکمرانی فقط یک نفر داره و دیگران این کلاه و قبا به تنشون زار میزنه و گشاد هست و پذیرفته نیستن، یاغی شناخته میشن نسبت به
حکومت، همون اتفاقی که برای جمهوری اسلامی افتاد تقریبا به زودی پس از اینکه قدرت رو گرفت و اون حقانیت مذهبی شکست، ولی چون زور رو به دست آورده بود، یعنی در سگانه اقتدار، اقتدار قدرت زور، زور رو کاملا تونسته بود به دست بیاره، دیگه شما وقتی لوله تفنگ دستت هستش دیگه و مونوپولی اون رو داری دیگه بقیه چیزها رو میتونی مدیریت بکنی. توی مدلی که خمینی رفته کار کرد، یه مدل جنبش اجتماعی کامل بودش، یعنی والا سوای این که این جنبش سیاسی فرهنگیه یا دیگه الگویی که جامعه باش کار میکنه جنبش اجتماعیه، ولی اتفاقی که میفته در واقع همه دیگر نیروهای جامعه همگرا میشن و سرازیر میشن به سمت اونی که چگالی بیشتری داره، به سمت اونی که بیشترین اقتدار رو میتونه به دست بیاره. یعنی شما هر چقدر اقتدار بیشتری تولید بکنید، بقیه نیروها به سمت اقتدار شما، یعنی اقتدار در واقع به مثابه دوگانه پیروی و رهبری، بقیه نیروها هم به سمت شما سرازیر میشن. کاری که همین الان جمهوری اسلامی داره انجام میده علیه اقتدار آلترناتیو اجتماعی خودش، یعنی جمهوری اسلامی آلترناتیو اقتدار سیاسی هستش، ما که نمیتونیم همزمان با جمهوری اسلامی یه آلترناتیو یه اقتدار سیاسی تولید بکنیم، یعنی اون کارمندا، اون ارتش، اون نیروی بازار یا همه اینا که از ما فرمان سیاسی نمیبرن، ما با بخشنامه و اینها که نمیتونیم با اونا ارتباط برقرار کنیم، ما از راه گفتمان، اخلاقیات و اقتدار اجتماعی هستش که میتونیم جایگزین اقتدار سیاسی بشیم. و برای اینکه این اقتدار شکسته بشه میبینید که جمهوری اسلامی داره به آب و آتش میزنه، هر کاری میکنه برای تخریب چهره آلترناتیو اقتدار خودش و اصلا گذار سیاسی در واقع جایگزین تبدیل اقتدار اجتماعی به اقتدار سیاسی است. یعنی مثلا وقتی که گاندی میاد قدرت رو به دست میاره، قبلش خود نیروی سیاسی نبوده که، نیروی اجتماعی بوده، از وقتی میاد روی کار تبدیل به نیروی سیاسی میشه. و مسئله خمینی هم اینه، یعنی ما اونو اگه تو قالب جنبش اجتماعی بشناسیم، کسی نرفت با خمینی اتحاد بکنه، همه غش کردن به سمت اقتدار بزرگ، به سمت اون گفتمان چگالتر که تونسته بود قدرت نمایی بکنه. و ما تقریبا داریم به اون فضا رو داریم تجربه میکنیم، ولی میبینیم که جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه کارشکنی خودش انجام بده. نکته ای که در مورد اتحاد هست اینی که اتحاد مانند بسیاری از واژه های دیگه از درون مایه خودش خالی شده و چپ ها و اصلاح طلب ها که حالا چپ های اسلامی قدیمی هستن همه این واژه ها رو ویران کردن، نابودشون کردن و به قولی یه جا میگفتن به واژه‌ها تجاوز کردن. اتحاد یعنی وحده، واحد بودن، یا به فارسی ما میگیم یگانگی یا یونیتی، یعنی باز یکی شدن، که همین گروه هایی که دارن تبلیغ اتحاد رو میکنن دقیقاً، یعنی میگن ما بیایم یکی بشیم با هم دیگه، ولی پای یگانگی ملی ایران وسط میاد فرار میکنه. شگفت انگیزه، شما چطور میخواید در کشوری که یگانگی ملی اون رو قبول ندارید به یگانگی سیاسی تن بدید؟ و این تضادهایی که در ایده اتحاد، ایده نپخته اتحاد به این شکل وجود داره و خیلی هم نمیان توضیح بدن که واقعا اتحاد چیه، چطور باید کار بکنه، اون گفتمان اصلی اتحاد که اتحاد ملت ایران هست که بعد یک گفتمان که ما همه ایرانی هستیم و حاکمیت ملیمون رو باید پس بگیریم، همه دور این آخر سر جمع بشه، اتحاد یک ساقه‌ای داره در کانونش، اینکه چند نفر آدم عجیب غریبی که هر کدام به یه جایی وصلن بیان به هم دیگه یه کاغذی امضا بکنن، که اینکه نشه اتحاد، که اینا باید به یک شکلی در بیان، منتها هیچ کسی نمیپذیره که به اون شکل ایرانی در بیاد به جز نیروهایی که حالا همگرا هستن در راه نیروی. همگرایی خیلی الگوی راحت‌تر و قابل فهم‌تریه. همگرایی چیزی که در جنبش اجتماعی هم هستش، یعنی این که جنبش اجتماعی با گفتمانش آماج خودش رو نشون میده که من کجا میخوام برم، با چه ابزاری میخوام برم، اخلاقیات من در این راه چه هست، و بعد از این راهه که کانورجنس تولید میکنه برای خودش، مثل این که یه عدسی میشه که همه طیف‌ها رو به سمت یک کانونی هدایت میکنه، همه ما به سمت اون کانون میریم، حتی بدون اینکه هیچ کاغذی با هم امضا بکنیم، بدون اینکه با هم توافق بکنیم، رایزنی بکنیم. چیزی که حامد گفت، نشسته ساعت‌ها عمرش گذاشته، یا سال‌ها در واقع، منم همین بلا سر منم اومده،
سالها با یعجوج و ماجوج نشستیم صحبت کردیم که آقا ببینیم اینا چی میگن اینا، بعد این مثلا غیر ممکنه، اینها در یه فضای ذهنی بیمارگونه اهریمنی بسیاری اینا به سر میبرن و اصلا هیچ، بعضیا براشون یه جور بازیچه است، بعضیا سرگرمیه، بعضیا بیماران روانی هستن و اینجوری به بقیه رو دارن بازی میدن و سرگرمیشونه و اصلا و انبوهی هم آدم بی سواد وجود داره، چون سیاست از جنبه محلیه برای نمایش و حرف زدن و اینها، یه سری آدمایی که گرفتاری های تنانه هم دارن اونها هم وارد این بازی شدن و ادعای سیاسی بودن میکنن. ولی همگرایی راه درستشه که ما گفتمان رو گسترش میدیم، سازمان ها زیر سایه گفتمان رشد میکنه، گفتمان بودجه به سمت سازمان ها سرازیر میکنه و بعد اینها همشون به سمت اون آماجی که گفتمان داره نشون میده حرکت میکنن و در اون میتینگ پلیس، در اون آوردگاه همدیگر دیدار میکنن بدون اینکه همدیگر اصلا شاید بشناسن. ما با انبوهی، با میلیون ها ایرانی طرف هستیم که ماها هیچ کدومو نمیشناسیم، ولی به محض اینکه با آماج همدیگه آشنا میشیم، اینکه میفهمیم در یه گفتمان هستیم، اینکه میفهمیم به سربلندی ایران میاندیشیم، که میخوایم کار بکنیم، تلاش بکنیم، بکوشیم برای ایران، این ما رو ببینیم چقدر سریع با هم دیگه دوستا هم بسته میکنه. برای چاره در واقع اندیشه سیاسی هستش که ما متوجه بشیم که ما با چه مدلی اصلا طرفیم، کجا میخوایم برسیم، چطور میخوایم برسیم. تا اینجا از من بس و سپاسگزارم. سپاس از شما، ممنونم از توضیحات خوبتون. اون قضیه تجاوز به واژه‌ها که گفتید من رو البته در این نمونش هم به در فرقه جنون و هم در فرقه تبهکار جمهوری اسلامی بسیار بسیار زیاد هست. آخرین، یکی از آخرین نمونه‌هاش این است که از نظر از اراز بذار من از جمله بی‌ادبانه واژه بی‌ادبانه استفاده کنم، از نظر حضرات دموکراسی این است که هیچ کس حق نداره بگه جاوید شاه، مثلا یکی از نمونه هاش هست. حالا من اول یه نکته عرض کنم، متاسفانه مثل اینکه جناب علیرضا کیانی نازنین کسالت برشون پیش اومده و عذرخواهی کردن و نمیتونیم در خدمتشون باشیم. من خیلی متاسفم از این بابت و امیدوارم که به زودی سلامت حاصل بشه و بهتر بشن، حالا امیدوارم که چیز جدی نباشه. یک مورد دیگه تشکر و سپاسگزاری کنم از دوست خوبم آیدین توکل و اکانت پخش زنده که زحمت استریم اتاق رو هم الان در حال حاضر در فضای کلاب هاوس دارن میکشند و در اکانت یوتیوب پخش زنده هم اتاق رو دارن پخش میکنن، ضمن اینکه ما همزمان استریم اتاق رو در فضای در کانال تلگرام، در پیج اینستاگرام و یوتیوب حزب ایران نوین هم داریم. من یه بار دیگه یه یادآوری کنم درباره قوانین برگزاری اسپیس هامون. به این صورت هستش که عزیزان بجز مهمانانی که روی استیج هستن، که الان من در خدمت جناب احمدی، جناب شیبانی و جناب آقایی عزیز هستم، سایر سروران بیشتر سعیمون بر این هست که این اتاق حالا یه مقداری اسپیس ممکنه یه مقداری با سایر اسپیس ها متفاوت باشه، بیشتر بحث پرسش و پاسخ هست. اگر پرسشی در مورد موضوع دارن تشریف بیارن و پرسششون رو مطرح کنن. من خوش آمد میگم خدمت جهانکت خدای عزیز و نیمای گرامی. بانو جوان، من شما رو اگه ممکنه کوتاه بشنویم اگه کامنتی دارید و بعد هم برسیم خدمت جهانکت خدای و بعد هم نیمای گرامی. چند نفر دیگه از دوستان هم ریکوست دادن من به نوبت دارم. من در ادامه صحبت آقای میلاد آقایی که کاملا درست گفتن، میخوام اضافه کنم که خمینی از کسی نخواست که بره با اون اتحاد کنه، ائتلاف کنه، برن زیر پای خمینی. اولا که خب اون فتنه 757 هممون میدونیم که خیلی گروه، یعنی قدرت‌های جهانی هم درش دست داشتن، حالا وارد نشیم، ولی این که خمینی نماد نهاد مذهبی ارتجایی بود، خمینی نماد پهلوی ستیزی بود از 15 سال قبل از فتنه 57 و چپی و مجاهد و توده میدونستند که به غیر از این که برن زیر نهاد مذهبی و حتی قدرت‌های غربی و حتی شوروی هم میدونست که به غیر از نهاد مذهبی امکان نداره که بتونن نهاد پادشاهی رو براندازند. من حالا یه ویدئویی خواهم گرفت چون زمان اینجا نیست، صحبت خواهم کرد
در اهمیت نهاد پادشاهی و نهاد مذهبی در ایران. و این رو میخواستم بگم. و اینکه آقای میلاد آقایی گفتن، خب این که مسلمه با کسایی که دشمنان ایران هستن. آقای حجت کلاشی رو من گوش کردم، یه صحبت خیلی در یک کلمه، در یک جمله فقط گفت، گفتش که خب یک عده‌ای که اصلا مثل اینکه این کشتی که ایرانه میخوان بگن که ما یه قسمتی از این کشتی رو میخوایم ببریم با خودمون ببریم. خب ممکن نمیشه که اصلا کشتی غرق بشه. با اونهایی که دشمن علنن و چه پنهانی دشمن ایران هستن که باید اونها رو گذاشت کنار. یعنی بعد از این همه سال تلف کردن وقت، حداقل ما بایستی به یک هوشمندی رسیده باشیم. تشکر میکنم که منو گوش کردید. سپاس از شما، خیلی متشکرم. جهان کرد خدای عزیز تشریف بردن پایین. جناب نیمای نازنین، با افتخار شما رو بشنویم. قربان. من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان در اتاق، در اسپیس. البته ما به اون عادتی که تو کلاب هاوس داریم به همه میگیم اتاق. من خیلی استفاده کردم از صحبت های جناب آقای شیبانی، آقای آقایی که البته تو کلاب هاوس هم شنیده بودمشون، و خانم پانتار هم تو اتاق میبینم. من یه نکتهی میخواستم بگم در ارتباط با ائتلاف. حالا نه این ائتلاف مبتذلی که بود و خدا را شکر خیلی از جوانبش هم آشکار شد. ببینید بعد از این انتخابات در واقع بی‌آبروی امسال، بعد از این انتخابات 24 ساعت قبل که دیگه تقریبا میشه گفت پایین ترین درصد مشارکت جمهوری توی جمهوری اسلامی بود، ما مواجهیم با یه پدیده جدید. اون پدیده چیه؟ شخصی مثل آقای خاتمی، حالا فعلا در واقع شایعات مبتنی بر اینه که نرفته رأی بده، این برای من یه پالس داره. ببینید در تمام این چند سال، حداقل 4-5 سالی که من خیلی سیاست رو دنبال میکنم، تو این تایم کم اکثر جریاناتی که یک سری پهلوی ستیزی و اون تفکر 57 رو توشون شاهد بودم، یک ارتباطی به هر نحوی با جریان‌های اصلاح طلب توشون مشاهده میشه. از خانم حالا علی نژاد تا بقیه گروه‌ها، حالا گروه‌های تجزیه طلب و مرکز گریز رو که اصلا کاری باشون نداره. و نکته‌ای که دیده میشه اینه که وقتی که اون جو ائتلاف از توی رسانه‌های در واقع فارسی زبان، رسانه‌های وابسته به عربستان سعودی یا کشورهای دیگه شروع میشه، فشار به شاهزاده میاد که ائتلاف بکنید، اینها خیلی پوشش میدن و این مورد استقبال قرار میگیره توسط خیلی از بدنه اصلاح طلبان. یعنی یک همگرایی عجیبی شما بین حتی گروه هایی که تمامیت ارز ایران قبول ندارن تا اصلاح طلبانی که یه زمانی تو این حکومت هم کار کردن و حالا جدا شدن و مخالف جمهوری اسلامی هستن میبینید. پس این واضحه که یک اتاق فکری، همونطور که خیلی هم میدونن، اینها رو برنامه ریزی، کنترل، مدیریت یا به خارج ارسال کرد. اما نکته ای که از الان به نظر من باید راجبش خیلی دقیق فکر بشه، بعد از اینکه آقای خاتمی رسما تو انتخابات شرکت نمیکنه، من پیش بینی که برای آینده دارم این هستش که یک طیفی از اصلاح طلبان یعنی مجبور میشن با این تندتر شدن، یعنی با ناامیدیشون از رفتن تو قدرت، شروع کنند به سمت اپوزیسیون شدن. یعنی اون طیف ملی مذهبی ها، اونهایی که تفکرات شیعی همچنان دارن، اون بخشی که حالا یه گفتمان نیمچه ملی دارن و با مذهب قاطی کردن، یا اونایی که اصلاح طلبان چپگرا هستن، اینها احتمال خیلی زیاد پشت در واقع اون بخشی از زندانیان باندی فاندی که داخل کشور هستن، پشت جریان هایی مثل آقای تاجزاده، مثل آقای موسوی، مثل خانم محمدی خواهند رفت و این فشار به نظر من بیشتر خواهد شد. یه مشکلی حالا این قسمت رو شما داشته باشین، یعنی از اینجا به بعد ما احتمالاً با یه پوست‌اندازی اصلاح طلبانه مواجه خواهیم شد توی روابط درون قدرت اینها. ما به عنوان، حالا من به عنوان یکی از طرفداران کوچیک جنبش مشروطه خواهی، یک مشکلی که در جنبش مشروطه خواهی میبینم که مشکل کوچیکی هم نیست، این هستش که نمیتونه توی حالا تا الان حداقل توی راهپیمایی‌ها، تجمعات، جنبش‌های مهم اجتماعی توی الیت
داخل حکومت عضوگیری گسترده داشته باشه، به خاطر اینکه خب هزینه هاش خیلی بالاست. جنبشیه که شاهزاده از ابتدا رفتن جمهوری اسلامی رو خواسته و مسلما اون حلقه اتصال توش گمه، برای اینکه یا حتی شما میبینید جریان هایی که وابسته به احزاب تجزیه طلبن یا این در واقع چپ افراطی ایرانی که من بهشون میگم چپ مبتذل ایرانی، وقتی شاهزاده از ارتباط گیری و جذب نیروهای سپاه که یکی از ملزومات براندازی هست صحبت میکنه، شروع میکنن حمله میکنن، کاریکاتور میسازن، مزخرف میگن. به نظر من در آینده ما برای اینکه اولا این مشکل خودمون رو حل بکنیم، یعنی در تجمعهای پیش رو، جنبشهای پیش رو بتونه جنبش مشروطه خواه و کسانی که در واقع گرد شاهزاده جمع شدن که اکثریت به نظر من مطلق مردم ایران هم طرفداری میکنن ازش، باید بتونه به صورت مؤثر از الیت حکومتی، جدا شدگان از حکومت، حتی از طرفداران افرادی مثل تاج‌زاده و اینها بتونه نیرو بگیره برای ریزش از بدنه. یعنی من یه توییتی هم چند وقت پیش، 2-3 ماه پیش زده بودم که اگر ما اون ائتلافی که با فشار خارجی رفتیم با آدمای بی پشتوانه سیاسی مثل خانم علی نژاد و احزاب تجزیه طلب کردیم، اگر همین وقت و انرژی رو شاید یه برای بازی یه بخشی از همین اصلاح طلبان ساختاری رانده شده می کردیم، اون وقت آورده جنبش بعدیمون میتونست خیلی بالاتر باشه. شما ببینید گروه هایی که من میدونم اینو الان دوستان خواهند گفت که گروه های وابسته به اصلاح طلبان به هیچ عنوان جذب شاهزاده نخواهند شد، آقای موسوی سابقش پر از جنایته، آقای تاج‌زاده پر از حماقته، همه اینها رو من با شما همدلم، ولی از نظر پرگماتیک، از نظر عملگرایانه، شما به نظر من خواهید دید که توی سالهای آینده، توی کوتاه مدت، با این اتفاقی که آقای خاتمی رقم زد و احتمالاً توی انتخابات بعدی هم اینها به طور کلی اگر جمهوری اسلامی تا اون موقع باشه حذف خواهند شد، فشار بیشتر میشه و این ائتلاف بین گروه‌های در واقع چپگرای ایرانی، بین احزاب تجزیه طلب، بین کمونیست‌ها نباید گذاشت که اونها به سراغ این بخش الیت سیاسی برن. هرچی نباشه اینها قدرتی داشتن، اینها توی سپاه نفوذ داشتن، اینها توی حکومت سالها کار کردن، داخل ایران پول و باند و هزاران در واقع میدیا دارن، مطبوعاتی دارن که باشون کار بکنن. اگر جمع‌بندی کنید ممنونتون میشم. بله بله، من فقط بحثم اینه، آدمایی که مثل آقای شیبانی، آقای آقایی، بقیه دوستان تفکر میکنن راجع به در واقع این استراتژی هایی که جنبش های مشروطخواه باید بگیرن، برای این هم امیدوارم که یک برنامه‌ای داشته باشن. یعنی ما اگر میخوایم ائتلاف بکنیم، خب اکثریت مردم که فکر میکنم به طرز واضحی طرفداران شاهزاده را تشکیل میدن، اما اون چیزی که توی این بخش کمه، اون بدنه ای هست که بتونه مثل آقای موسوی و 88 یک ریزشی رو به صورت مؤثر تو حکومت ایجاد بکنه و افرادی که ببینید خیلی از وابستگان این تفکرات داخل ایران، اونایی که از جریانهای لیبرال حمایت میکنن، رسما دید خوبی به سالهای مخصوصا برنامه توسعه سوم و چهارم زمان شاه دارن. یعنی اون تجربه همدلانه ای که با نگرش توسعه پهلوی دارن میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه بله ما هم یک نظام دموکراتیک میخوایم، ما هم یک نظام سکولار و لیبرال احتمالاً میخوایم که اون گرایش های ایدئولوژیک چپگرایانه رو نداشته باشه، تمامیت ارضی رو قبول داشته باشه. فکر میکنم اگر در بین مشروطه خواهان یک برنامه برای این قضیه چیده بشه، خیلی میتونه در آینده کمک بکنه به جنبش هایی که تشکیل میشه. خیلی متشکرم. زنده باشید، سپاسگزارم از شما. حامد جان میکروفون شما بازه، بعد شما رو بشنویم. من فقط قبلش یه خواهشی بکنم عزیزانی که طرح بحث کردن، چون من نمیدونستم، تازه یاد گرفتم این رو، ظاهرا روی استیج اسپیس های توییتر یه مقدار محدودیت حاضرین رو داریم برخلاف آن چیزی که در کلاب هاوس، حالا این یکی محدودیت رو ندارم، من یک کردیت هم به کلاب هاوس بدم چون خودم بیشتر بچه اونجام تا اینجا. به خاطر همین اگر عزیزانی که طرح بحث کردن موضوع دیگری ندارن، ممنون میشم اگر که تشریف ببرن به قسمت آدینس که ما بتونیم دوستان دیگر رو دعوت کنیم، چون هندرایز خیلی زیاد هستش. یه نکته دیگه هم من یادآوری میکنم، سروران بیشتر ما این اسپیس با هدف پرسش و پاسخ هستش که تشکیل دادیم و در خدمتتون هستیم. اگه ممنون میشم اگر پرسشی دارید برای طرح پرسش تشریف بیارید و
در خدمتتون باشیم. بازم سپاسگزاری میکنم از همه عزیزانی که تشریف دارن، در خدمتشون هستیم و مشارکت میکنم. جناب شیبانی با افتخار شما رو بشنویم. قربان. مرسی هادی. البته من میرم میلادم فکر میکنم میخواد صحبت میکروفونش باز. من سعی میکنم خیلی کوتاه بگم نکته مهمی که فکر میکنم اسمشون نیما بود، نیما عزیز اشاره کرد. منتها پاسخش رو تو صحبت‌های میلاد میتونستیم پیدا بکنیم. یعنی اینکه ما هرچی جلوتر میریم و به سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیکتر میشیم، این دو قطبی و دوگانه که ما خودمون رو درش میدونیم و شاهزاده رضا پهلوی رو محورش میدونیم و جمهوری اسلامی پررنگ‌تر میشه. ما هرچی جلوتر میریم افراد مجبور میشند که یکی از این دو کمپ رو، یکی از این دو قطب رو انتخاب بکنند، یا مستقیم و غیر مستقیم در حال کمک به جمهوری اسلامی خواهند بود و یا به این ور خواهند پیوست. بنا به دلیلی که میلاد به خوبی توضیح داد، به حال قدرتی هستش که نشون میده که در حال مثل یک سیل هست، در حال نابودی جمهوری اسلامی است و کسانی هستند که به حال به این سیل میپیوندن، به این خیلی مردم میپیوندن. حالا پس بذارین دیگه تقسیمشون نکنیم که اینها آیا از بدنه حکومتن که ریزش کردن و به این جمع پیوستند، یا حتی از کسانی که امروز به اسم مخالف با جمهوری اسلامی در حال آبریختن به حساب جمهوری اسلامی هستند. من فکر میکنم توییتی که در این مورد زدم مال 3 یا 4 سال پیشه و هرچی جلوتر میریم بیشتر اطمینان پیدا میکنم که دو قطبی ایرانگرایی که یکی از بزرگترین زیرمجموعه‌هاش پهلوی گرایی است و جمهوری اسلامی، دو قطبی فضای سیاسی ایران هست و خواهد بود و در نهایت آدم ها مجبورن یکی از این دو تا رو انتخاب بکنند، یا اصلا بدون که انتخاب کرده باشن یکی از این دو قطب قرار گرفتند. و چه بهتر که حتی از بدنه نظام، البته قطعا نه کسانی که دستشون به خون آلوده است و مورد قهر ملت ایران قرار خواهند گرفت، اونها رو منظورم نیست، ولی بدنه‌ای که دستشون به خون آلوده نیست، هر چه زودتر بپیوندند به این بر، به همون حرفی که شاهزاده رضا پهلوی گفته که یا با طرف ایران هستند یا طرف جمهوری اسلامی. ممنون. سپاسگزارم، ممنون از توضیحاتتون. جناب آقای شما میکروفونتون باز، قربان، در خدمتم. البته میکروفون من باز نیست، من دو سه بارم امتحان کردم، وقتی حامد گفت بازه چک کردم دیدم آره تو اونجا نشون میده بازه، ولی من بس میداد که بله اگه فرمایش هست بفرمایید. بله خیلی ممنونم. ببینید یه خطر بسیار بزرگی وجود داره در همکاری با کسانی که در حکومت هستن. به این پدیده میگن پست مافیا ایدئولوژیک استیت، که توی حکومت های ایدئولوژیک به ویژه کمونیستی که بولنت ماگیار که در مورد حکومت های مافیایی در اروپای شرقی کار کرده بهش میپردازه، یه نکته خیلی جالبی هستش که اینا چون به منابع قدرت، ثروت، منابع امنیتی اطلاعاتی دسترسی دارن، ممکنه بیان ائتلاف و همکاری با هر کسی بکنن، که البته با ما نمی کنن. اونا دقیقا این استراتژیک دپس خودشون، ژرفای راهبردی خودشون رو جلو میفرستن که همین گروه های مثلا علی نژاد، اسماعیلیون، گروه های تجزیه طلبن، اینایی که شما میدونید اگه در جریان رویدادهای استانهای غربی ایران باشید میدونید که اصلاح طلبان کاملا مذاکرات خیلی جدی رو دارن با این گروه های تجزیه طلب به خاطر در واقع رسیدن به یه توافقی و پشتیبانی اینا از همدیگه. مثلا اصلاح طلب ها که کاملا گرایش چپی دارن و خیلی هم خطرناک ایده هاشون و خیلی میلی بیشتر چسبیدن به قدرت و منابع اقتصادی ایران، میگن که ما یه سری امتیازات به شما میدیم، قوم گرایی رو ترویج میکنیم، شما هم از مردم میخواین که تو انتخابات به نماینده های ما رأی بدن که بعد ما به اون نماینده ها میگیم که خواسته های شما رو هم لحاظ بکنن. و اینجوری میشه که حزب دموکرات یا اون فرقه دموکرات کردستان میاد برای نماینده های مثلا حالا به زمخون کردی تبلیغات میکنه که برید رأی بدید، و با این بهانه که شما اگه نرید رأی بدید مثلا در استان های مثلا مثل آذربایجان
غربی ترک ها اونجا قدرت رو به دست میگن، یعنی اصلا مسئله شهروند برای اینا بیمعنیه، بلکه ترک و کرد و فارس و اما این تقسیم بندی های بدوی و بربر مدل بربرها هست برای اینا اهمیت داره. و مسئله اینه که اینها کسی که دستش به قدرت واقعی نزدیکه، مطالعات مؤسسه آلبرت اینشتین نشون میده که این به شما قدرت تعارف نخواهد کرد مگر اینکه دستش کوتاه بشه. کسی که دستش در قدرت نیست التماس میکنه به من قدرت بدی. الان شما ببینید درخواست اتحاد و ائتلاف از طرف کیه؟ حتی تجزیه طلبها میاد میگن که این برنامه میده این خانم سیمین صبری التماس میکرد که ای مرکز گراهای نمیدونم فاشیست فلان و اینا بیاید ثابت بکنید دموکراتید و بیاید با ما اتحاد بکنید. یعنی اونا چون قدرت دستشون نیست دارن تقاضای اتحاد میکنن و بنابراین این اصلاح طلبا که قدرت دستشون هست به هر حال چسبیده هستن به بدنه قدرت کم و زیاد، هر گونه همکاری با اینا همیشه خطر رو دست خوردن داره و خطر که نداره، واقعیت رو دست خوردن داره و اینها قدرتی که نقد دستشون هست نمیان ببازن، بلکه با گروه های دیگر رو بازی میگیرن، اونها رو در واقع مصرفشون میکنن و بعدش قدرت خودشون رو به پیش میبرن و میخوان که همه قدرت دست خودشون باشه و الگویی هم که در ذهنشونه دقیقا الگوی در واقع پست ایدئولوژیک مافیاستی هستش. یعنی ببین الان یه قدرت ایدئولوژیک بالا هست تو جمهوری اسلامی، یه دامنه مافیایی در پایینش هست که دسترسی به منابع دیوان سالاری داره، دسترسی انحصاری. وقتی اون سر ایدئولوژیک رو بردارید میمونه اون دامنه مافیایی، اون دامنه مافیایی همین اصلاح طلبا هستن و اینها اتفاقا میان روی چند تا چیز میخوان مانور بدن، یکی روی قوم‌گراییه، یکی همزمان دارن روی بخش‌های به عنوان ملی‌گرایی دارن مانور می‌کنن که این دوتا با هم تداخل کرد و قوم‌گرایی رو دیدن که نمیتونن واردش ببخشن، ملی‌گرایی رو خیلی نمیتونن واردش بشن و دست نهاد پادشاهی است و هر چی توش بگن این تو این گفتمان بریزن چرخ نهاد پادشاهی آخر سر میچرخه. رفتن سراغ گفتمان قوم‌گرایی اصلاح طلبا که اونجا یه مقداری بتونن یه ماهی از آب اونها بگیرن و از این راه بتونن که اگر سر ایدئولوژی که جمهوری اسلامی افتاد این مافیای اقتصادی و امنیتی بتونه قدرت رو بگیره. بنابراین درسته، بله اونا در قدرت هستن، عاقلانه هم هستش که تو معادلات شما برید با کسی که قدرت داره ائتلاف بکنید، نه چهار تا پاپتی مثلا خبرنگار درجه 3 مثلا صدای آمریکا که قبلا خودش تو دستگاه اصلاح طلبا مثلا به عنوان خدمات دهنده بوده، اونجا خیلی کارش نداریم، ولی مسئله اینه که اونا قدرت رو ول نمی کنن. یعنی اونا از یه ایدئولوژی میان که امکان نداره، شعار آزادی و دموکراسی و اینا رو میدن، ولی خب کیه که این شعار رو نمیده؟ کیم جونگ اون هم همین شعار رو میده. بنابراین این خطر اتحاد با اصلاح طلبا وجود داره که تمام چیز اینا از بین ببرن و یه حکومت مثل غالب اروپای شرقی درست بکنن که یه حکومت مافیایی و همه چی رو دست خودش بگیره. یه نکته‌ای هم که بگم در مورد قضیه اینکه چطور گذار اتفاق میفته تو مدل جنبش اجتماعی، وقتی شما چون یکی الان پرسیده به گفتمان، با گفتمان یعنی دیسکورس، اون ایده‌ای که پشت همه گفتگوهای اجتماعی هست، یعنی اون حرفی که ما نمیشنویم، اون چیزی که ما تو متن نمیخونیم ولی انگار متن رو روی کاغذ اون نوشتن، اون گفتمان ماه. یعنی یک چیزی داریم گفته ماه، گفته ما توی گفتمان ما معنی میده، در واقع تکسیه که تو کانتکس ما یا توی اون بافته و در واقع ریشدار ما هستش که نشون میده خودش چیه. و اون اگه فراگیر بشه، یک ذهنیت فراگیری در درون ایران شکل بگیره که ما داریم همه در همین راستا داریم کار میکنیم، این میتونه بودجه انسانی تزریق بکنه به سازمانهایی که حالا کار کنشگری میکنن، چون اشاره به کنشگری و پرگماتیسم و عملگرایی شد. میدونید عملگرایی بدون داشتن ابستراکشن یعنی اوکلوکراسی، یعنی میرسه به اوباش سالاری. عملگرای افراطی میگن که شما یک کاری کردن بهتر از هیچ کاری کردنه یا هیچ کاری نکردنه، یا میگن تو هیچ مپرس خود راه بگویدت که خود چون باید رفت. این داستان عملگراییه
که شما پاتو تو راه بذار، اصلا حالا خود راه بهت نشون میده که چی، یه کاری بکنی به اون خودش به تو مسیر رو نشون میده. ولی در کارهای بزرگ که به نابودی یک ملت یا به پایداری یا به جنگ یا اینجور چیزا میرسه، واقعا این شوخی ها نمیشه کرد. ما حتما باید یک ابستراکشن داشته باشیم، یعنی یک نظام انتزاعی به عنوان چشمنداز داشته باشیم تا بعدن انضمام اون یا کنکرشن اون شکل بگیره. شما نمیتونید بگید که خب ما بخوایم که یه کارخونه بزرگ خودروسازی تولید بکنیم که 5 میلیون خودرو در سال تولید میکنه و به 50 کشور جهان هم چیز میکنه و خود راه بگویدد که چون باید رفت، حالا ما اینجا یه کلنگی میزنیم، یه ستون اول میزنیم، ایشالله که 5 میلیون ماشین در سال تولید میکنیم. غیر ممکنه، اصلا شوخیه این حرف. بنابراین عملگرایی در اندازه سیاست‌های کلان، مثل که شما می‌خواید یه سوشال چنج بزرگی که می‌خواید یه انقلاب بازگشتی به ارزش‌های خودش تولید بکنی درست بکنی، عملگرایی اشتباهه. شما باید با ابستراکشن جلو بری، اول ابستراکشن بعد کانکرشن، بدون اینکه بدونی کجا می‌خوای بری. شما مثل اینه که ما 80 میلیون ایرانی می‌خوایم به مسافرت بریم، ولی ندونیم کجا می‌خوایم بریم، کی می‌خوایم بریم، چجوری می‌خوایم بریم، با چی می‌خوایم بریم، با کی می‌خوایم بریم، کی برمیگردیم، هیچ چیزی نمی‌دونیم. خب این عملاً ما هیچ کدوم هیچ کاری نمی‌کنیم. همگرایی که خدمتتون گفتم این کارو می‌کنه، یعنی به ما ایده میده کجا می‌خوایم بریم، چجوری می‌خوایم بریم، بعد همه که با هم راه می‌افتیم. مثل اون رویدادی بودش که مردم ایران رفتن پاسارگاد و سال 96، اونجا کسی این همه جمعیت رو که با هم هماهنگ نکرده بود، که اینا با هم همگرا شده بودن، کانورجنس بودن، کانونشون پاسارگاد بود و اونجا هم دیگر دیدار کردن و اونجا دست در گردن هم دیگه انداختن، با هم رقصیدن، شعار دادن کوروش پدر ماست، ایران وطن ماست و همه حرفا رو با هم تکرار کردن، قبلش هم تمرین نکرده بودن. این معجزه همگرایی اینه. و بنابراین از این زاویه اگر نگاه بکنیم، قضایا رو واقعی تر و حسابگرانه تر میتونیم ببینیم، که به هر حال یه ترکیبی از سیاست و جامعه شناسی چیزی که ما باش درگیریم. سپاسگزارم. سپاس از شما، خیلی متشکرم. من یه خاطره خیلی کوتاه عرض کنم از یکی از اتاقهای کلاب هاوس با حضور آقای علی اکبر بهمنش از حضرات اصلاح طلب. این بر من خیلی جالب بود. ایشون اومدن روی استیج و داشتن صحبت میکردن. صحبت از این بود که ما میدونیم جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست، ما میدونیم اصلا ساختار اینقدر فاسد و اینقدر ناکارآمد و اصلا هدف به سمت اولویت های امت هست تا ایران و ملت و اینها الاخر. حالا من خلاصش میکنم، نقل به مضمون میکنم. اما ما به تأسی از آقای بازرگان و سایرین تا لحظه آخر که امکانش وجود داشته باشه سهم‌خواه قدرت در نظام حاضر هستیم، برای اینکه بتونیم حالا به قول خودشون تو گیومه اصلاحات مد نظر رو انجام بدیم به جای اینکه به دنبال انقلاب باشیم. اگر زمانی رسیدیم به اینکه دیگه واقعا نمیشه، اون موقع میایم و سهم‌ها قدرت میشیم و وقتی که موازنه قدرت به هم خورد و اپوزیسیون قوی تر شد، اون وقت خواهیم اومد و سهم‌ها قدرت خواهیم شد از اپوزیسیون. این برام خیلی جالب بود که حتی تجربه تاریخی هم فکران اینها از جمله بازرگان اینها که میگفت مثلا تا 6 ماه قبل از این دنبال سهم قدرت بودن در نظام شاهنشاهی، ولی وقتی دیدن نمیشه رفتن و همراهی کردن با خمینی. حالا اینکه سالیان سال پشت پرده نهضت آزادی چه کارها کرد، جبهه ملی چه کارها کرد، چقدر سعی کردند که خمینی مرتجع رو بزک کنند و به مردم بفروشند و اینها، همه به کنار و تا لحظه آخر سهم‌خواه قدرت از نظام حاضر هستیم. اگر نشد، اون وقت ما دوباره مدعی خواهیم شد و به دنبال سهم در نظام جدید خواهیم بود. پرهام گرامی، درود بر شما، میکروفون در اختیار شماست. بابا سلام، درود بر شما. من خواستم سریعا فقط یه سوالی رو مطرح کنم، کاش که من میتونستم آخر سوالم مطرح کنم، ولی خب الان مطرح میکنم خیلی کوتاه. اگه میخواین صبر کنید هر جور راحت. من میگم پس دیگه، من میگم باشد که تمومشو بره. ببینید، من سوالم راجع به خود اتحاد نیست، چرا با اتحاد این ارتباط داره، ولی خب خود اتحاد، یعنی مسئله اتحاد یه جورایی برای شخص من حل شده است، چون گفتید که جلسه پرسش و پاسخه. خب من خب نظرم مشخص راجع به اتحاد، من فکر میکنم همون اتحاد اشتباس و اون همگرایی باید وجود داشته باشه، یعنی یک قدرت اصلی مردمی وجود داره اون وسط که خب همه باید بیان بهش بپیوندن و دو قطبی به قولی پر رنگ تر شه، به قول آقای شیبانی.
اما من میخوام یه قدم بیام عقبتر به مسائل نگاه کنم. من اتحاد و مسئله اتحاد رو الان به شکل یه گره میبینم توی فضای سیاسی ایران که همه دارن بهش میپردازن و خب طبیعتا یه جایی هم باید حل بشه، یه زمانی میبره، یه انرژی میبره و یه جورایی فرسایش داره با خودش. سوالی که من میخوام مطرح کنم اینه که چرا ایرانی ها در کل، شاید در مقایسه با کشورهای دیگه یا در مقایسه با زمانهای مختلف، حالا شاید من اینقدر تاریخ نخوندم این سوال دارم مطرح میکنم، ولی خب چرا اینقدر فرسایشی دارن پیش میرن؟ یعنی احساس میکنم که ایرانی ها نسبت به اون خطای سیاسی که شاید کردن، شاید مثلا نکردن، شاید کشورشون اشغال شده، شاید کشورشون دزدیده شده، شاید این یه برنامه جهانی بوده، ولی چرا انقدر باید بهای سنگین‌تری رو پرداخت کنن؟ و من فکر نمی‌کنم کشورهای دیگه در مقایسه با ایران انقدر از نظر سیاسی مردمش و عامش و جامعش انقدر هوش سیاسی داشته باشه، انقدر بخواد توی جزئیات تک تک مسائل سیاسی وارد شده باشه و بخواد همه چیز رو تجربه کنه، بخواد انقدر خائن رو تجربه کنه، بخواد انقدر آدمای فاسد رو تجربه کنه توی اپوزیسیون و بخواد انقدر زمان براش صرف بشه. یه جوری احساس می‌کنم مثلا حالا فضای سیاسی آدم میبینه توی مثلا توییتر به عنوان مثال، به عنوان یه بخشی از جامعه ایران یا شاید بخش خیلی مهمش که از نظر سیاسی فعالتر هستن، میبینه که خب این وسط خیلی سالها طول کشیده، خیلی درجا زدنها اتفاق افتاده تا به اینجایی که امروز هستیم رسیدیم. سوال من اینه که چرا امروز به اینجا رسیدیم؟ نسل‌های قبل حالا خواب بودن یا چه اتفاقی افتاده؟ من به عنوان یه جوان دارم این سوال میپرسم، شاید چون که میگم گذشته رو انقدر ندیدم این سوال دارم مطرح میکنم، ولی خب سوالم خیلی کلی هستش، ولی فکر میکنم اگر این سوال برای همه روشن بشه، شاید به عنوان یه کسی که مبارزه میخواد بکنه با جمهوری اسلامی دید بهتری به مسائل داشته باشه. اینکه آیا این وسط اشتباه از ما بوده، آیا کسی اومده در واقع عملا کشور ما رو اشغال کرده یا چی هست؟ یعنی کلا میخوام یه مقدار ماهیت مسئله برام روشن‌تر بشه. اجازه بدید من برای که سوالتون شفافتر بشه یک پرسش از شما بپرسم. منظورتون از این که میگین اینقدر طول کشیده دقیقا چه مدت زمانی هست؟ از کی رو شما به حساب میارید؟ من از 45 سال که توی ایران، یعنی خب من فکر میکنم که باید مسئله جمهوری اسلامی و مسئله چپ که الان داره بعد از سالها برای مردم روشن میشه خیلی زودتر حل میشد. من میگم چرا انقدر مردم ایران باید تجربه سیاسی بکنن؟ چرا نباید خیلی از چیزا رو سوالتو خیلی سوال خوبی بود، مرسی، ممنونم. من فقط میخوام یادآوری کنم که واقعیتش این است که این 45 سال خب یه بخش زیادیش بسیاری از ما توی صف انتخابات برای رأی دادن به امثال خاتمی و روحانی و میرحسین و این و اون بودیم، اون رو هم اگه به حساب اپوزیسیون بخوام بذاریم که شاید مقداری بی‌انصافی در حق اپوزیسیون باشه، ولی خب این نظر شخصی من هست. اجازه بدیم برسیم خدمت دوستان. جناب احمدی میکروفون شما بازه. جناب آقایی هم که من همیشه میکروفون شما رو باز میبینم قربان، اگر فرمایشی بود ورود کنید لطفا. بله سپاس. من فقط خواستم اول قسمت پایانی صحبتم بکنم چون دو قسمت قبلش گفتم. فقط این دوستمون آقای نیما گفتن که یه اشاره کردن که موسوی اصلاح طلب، من تصدیق میکنم موسوی حتی در اون دورانی هم که کاندید شد هیچ وقت ادعای اصلاح طلبی نداشت، مثلا خودش رو از بدنه اصلاحات نمیدونه. حالا در مورد خاتمی و اینا میشه بعدن هم صحبت کرد. به آقای پرام عزیزم میگم همین پراگ در واقع توی اروپا نزدیک 20 خورده سال فقط طول کشید اپوزیسیونش تا به اون منشور 77 رسید. یعنی خیلی عددهایی که شما الان دارید صحبت میکنید، به هر حال از یک شورشی داریم صحبت میکنیم که پشتوانه بین‌المللی داشته و پیروز هم بوده و تونسته یک نهاد کهن، برای اینکه در ایران ما بعد از دوران محمد رضا شاه فقیه تازه نهادسازی مدرن به واسطه ایشون به واسطه انقلاب داشت شکل میگرفت، انقلاب سفید که ناکام بود و تا پیش از اون و تا حتی امروز هم ما فقط در ایران نهادهای سنتی داریم که بزرگترینش مذهبه و بزرگترینش پادشاهیه و بعد در کنارش مذهب بوده و یکی از در واقع ویژگی منحصر به فرد جامعه ایران هم همین دوتا نهاد سنتیه و شاید یکی از علتی که عقیم موند کمونیست با اینکه 70 سال داشت تو ایران سازمان سازی میکرد، برای اینکه تو با دو تا نهادی طرفی که بیش از یکیش نزدیک 2-3 هزار سال عمر داره، ساختار اداری داشته، دیوان سالاری داشته، اون یکی هم نزدیک 1000 خورده سال.
به همین خاطر خیلی شما زمین بازی رو کوچیک نمیدید. نیروهایی که در این زمین بودند در پنجاب نیروهای بزرگی بودند و طبیعتاً خب تونستن برای خودشون روایت درست کنن، پشتوانه بین‌المللی هم داشتن. اما برگردم به اون قسمتی که من در دو قسمت اول سعی کردم که بگم که در واقع اصلا زمین اپوزیسیون یعنی چی، و بعد اومدم گفتم که ما تا هدف‌ها رو مشخص نکنیم نمی‌فهمیم که آیا اصلا قائل به همکاری بعد هستیم یا نیستیم، که باید به زعم خودم اگر ما هدفمون ایرانگرایی باشه، من مشکلی در طیف ایرانگرا نمی‌بینم جز اینکه باید سازماندهی و سازمانسازیش رو قوی تر کنه. بعد اومدم در مورد اسب تروای ضد جنبش صحبت کردم که میاد در دل جنبش در واقع این اسب رو به اسم اتحاد میکاره و بعد از درون جنبش رو به دچار اختلال میکنه، کما اینکه در همین دو سه شب اخیر نمونهش بود. اما برسم به قسمت آخر صحبتم که اپوزیسیون فعلیست که من قائل به ایرانگرا بودنشم. ببینید سه تا سناریو در الان در ایران مطرحه. یه سناریو همین بدنه موجود کالا اگه ما اسمش رو بزنیم اصولگرا زیر قدرت علی خامنه ای، این میتواند ادامه پیدا کنه، میتواند یک جانشین پیدا کنه، رهبر آینده ای داشته باشه و دوباره به حکمرانی مذهبی با همین مدلی که بوده حالا هویت امت محور ادامه بده. یه سناریو دیگه سناریویی که آدمهایی که فکر میکنن جمهوری هنوز کار میکنه موفق بشن، برای خودشون تشکیلاتی درست کنن و در انقلاب پیش رو، این که من در یه جای گفتم انقلاب پیروز شده، ببینید همه الان در ایران حتی اونایی که در ساختار قدرت هستن دنبال اینن که آلترناتیو بسازن. پس وقتی میگیم انقلاب پیروز شده یعنی دیسکورس انقلاب که انقلاب باید محقق بشه و در ایران پیروز شده. حالا فقط الان ما در مورد چگونگی تحققش داریم صحبت میکنیم، یعنی حتی الان خود اون بدنه خامنه‌ای که در قدرت هم هست اون میداند که با این روال دیگه نمیتونه ادامه بده، برای که اون چیزی که خودش برای خودش محک قرار داده بود به نام انتخابات امروز شکسته و یک جمعیت اقلی درش شرکت کرده. پس اون هم به دنبال میاد که در واقع خودش رو بازسازی کنه. پس انقلاب برای تحققش، یعنی که ما باید با یک تغییر در ایران روبرو بشیم، این رو همه دیگه میپذیرن، حتی از بدنه امنیتی بگیرید تا بدنه‌ای که براندازه. اما یه بدنه هم گفتم جمهوری خواهی هستن که الان امید دارن که به جمهوری بعدی برسه، یعنی سناریوشون اینه که ما وضعیت رو انقدر کلنگی نگر میداریم، خامنه‌ای از با در میاد، ما هنوز در قدرت هستیم، میتوانیم سازوکار بین‌المللی هم با خودمون همراه کنیم، یک آزادی فرهنگی و اجتماعی هم میدیم و ساختار قدرت رو نمیذاریم. یه بدنه هم هستن که به نظرم اون بدنه یه که اول صحبت هم گفتم نزدیک به 45 سال به صورت سیستماتیک به نام مشروطه خواه مورد حذف بوده، مورد حمله بوده و تا امروز ادامه پیدا کرده. این بدنه یه ویژگی منحصر به فرد داره که جناب آقای گفتن، اونم سرمایه اجتماعیه. ببینید شاهزاده به عنوان کسی که داره سمبول یک نهاد بسیار بزرگ، یعنی قدیمی ترین نهاد سنتی که حتی مدرن شده بوده واسطه دو پهلوی فقید رو داره هدایت میکنه. یعنی تنها جایی که جنبش میتواند ادعا کنه بخاطر این است که دیگرانی هی میان سمت شاهزاده. درسته که تلاشش اینه که همه رو به دور هم جمع کنه، اما این تلاش از کجا میاد؟ از یک جای میاد به نام سرمایه اجتماعی که اون ماحصل این روند در واقع تاریخی است که ایران در ساختار اداریش طی کرده. پس ما تنها توی این سناریویی که گفتم تنها جایی که جنبش سرمایه اجتماعی داره همون مشروطه خواه هستن. قطعا اتوبوس مجانی است همونطور که خود شاهزاده میگن، اما کسایی باید سوار اون اتوبوس بشن که بپذیرن این اتوبوس فقط یه راننده میخواد، قرار نیست 10 نفر بشینن پشت فرمون و قرار نیست اون بشینه پشت فرمون که هیچ ربط و ضبطی به این طراحی که ما از ایران فردا صحبت میکنیم با این هیچ ربط و ضبطی نداره و همونجوری که مثال اول گفتم
ما اگه قراره بریم به سمت شمالی مثلا میخواد بره به سمت جنوب، اون آدم نمیتونه پشت فرمون بشینه، اتوبوس مجانی است. اما اگر بپذیره که یک راننده قراره این اتوبوس رو که به زعم ما رضا شاه دوم این صلاحیت رو داره، هم به لحاظ بدنه خانوادگی که اون سرمایه اجتماعی رو ایجاد کرده، هم به لحاظ لیاقت و هوش مدیریتی که من توی قسمت اول یه مثال زدم، گفتم همین کارزار نشون میده که ایشون هوش سیاسی مورد قبولی دارن. اگر بخوام جمع بندی کنم و یک نکته هم بگم، ببینید خمینی درسته خیلی روایت‌ها اینه که از شبکه مساجد در واقع نهاد سنی مذهب رخنه کرد، اما حقیقتا اینه که خمینی پاشنه آشیلش این بود که شبکه‌ای رو در دل 57 به وجود آورد به نام حسینیا و جایی که کارآفرینان مذهبی در واقع نیروهای مذهبی رو انقلابی میکردن، یعنی اونجا بود که نتورک انقلاب نتورک در واقع اون جریان 57 شکل گرفت به نفع خمینی. خمینی از مساجد در درجه اولش کمکی نگرفت، اما از شبکه‌ای به نام حسینیه رو به وجود آورد، اونجا تبادل مالی وجود داشت، بعد اینها نیروهای مذهبی رو که پتانسیل جذب بودن رو جذب میکردن و بعد اون دیگه اومد گسترده شد که تبدیل شد بعدن به مساجد و اینا. اگر اینو بخوایم الگو برداری کنیم، ما به عنوان مشروطه خواه که سرمایه اجتماعی داریم که میدونیم ویژنمون چیه برای آینده، باید روی خودمون در درجه اول حساب کنیم و خودمون رو تبدیل کنیم، یعنی اون اعتماد به نفس رو داشته باشیم که تبدیل کنیم با توجه به این شبکه عظیم اجتماعی که به عنوان مشروطه خواه شناخته میشه، تبدیل کنیم به یک آلترناتیو سیاسی. یعنی آلترناتیوی که امروز به لحاظ اجتماعی به سرش هست، این رو تبدیل کنیم، بدل کنیم به کار سیاسی که ایران نوبل لااقل در یک سال گذشته ایده در واقع ایدهش همین بوده دیگه، یعنی یک سازمان سیاسی درست کرده که اتفاقا اونجا مسئلهش مسئله فقط سازوکار علوم در واقع اجتماعی نیست، نه اونجا داره مثل هر حزبی داره ساختار قدرت ایجاد میکنه. از من تمام، حالا در ادامه اگر پرسشی بود صحبت میکنم. نظر بده، ممنونم، سپاسگزارم. مایکرو باز کردم جناب هادی، اسپیس وحشتناک باگ داره و بچه ها دوستان میفتن بیرون و شما یک کوهاست دیگه باید بذاری عزیز و اونایی که مایک صحبت نمی کنن رو حذف بکنی از اسپیکرها، یکم اسپیس وضعیتش بهتر بشه چون خیلی استیبل نیست. من عذر میخوام مایک رو باز کردم چون که خیلی متشکرم. من بلد نیستم، لطفاً یاد بدیم به من، واقعا من چون خیلی تجربه‌ای در چیز ندارم در اسپیس توییتر. جانم حامد جان بفرمایید. بله
ما صداتون رو داریم قربان، ولی مشکل اینه که پایین دوستان بکنم همین یا صدا قطع میشه یا میفتن ایرون. بچه های داد به من پیام دادن که ما چند بار هیت حالا افتادیم بیرون، فکر کنم جناب میلاد آقایی هم افتادن بیرون و این به خاطر این هستش که باید دو کوهاست داشته باشه این اسپیس، چون تعداد بالا هست و مایک ها هم زیاد دادند، به خاطر این باید دو کوهاست باشن و یک کوهاست هم حالا بهتره که تیکابی داشته باشه و الان متاسفانه ایشون یک کوهاست دارن که احتمالاً خودشون افتادن بیرون. حضور داریم قربان جانم هادی، باید شما از طریق هاست یک نفر دیگر رو کوهاست کنیم، از طریق هاست فقط این ممکنه که یک کوهاست دیگر ارسال کنیم.
ایشون مثل این که صدا رو دارن ولی نمیتونن صداشون رو ما نداریم. یه درود میگم و لطفاً اسپیس رو دوستان به اشتراک بذارید تا این مشکل حل بشه. نوبت منه. اگر مرسی، یه درودی به شما میگم، همه دوستان و یاران که در اسپیس هستین. اولا به دلیلی که دیدم مهدا جان بختیاری هم پیش شما هست، همینطور که میدونید امروز حکم بهش اومده 6 سال حبس، 2 سال تبعید و 2 سال ممنوع الخروجی. فکر میکنم حالا نمیدونم بتونید بهش مایک بدین یا خیر. و سپاسگزارم کنم هم یه سوال به خودمون بگیم برای اینکه از صدای منو زدید. علی ورجان عزیز اگر لطف کنید بذارید خانم خوی صحبتش تمام بشه. حاجی جان به پیام دادن گفتن که به جناب یه لحظه اجازه بده سواد جان، یه لحظه خانم خوی یه لحظه اجازه بده. حاجی جان به پیام داده گفته که به حامد بگین درخواست منو قبول کنه، خودشون هم افتادن بیرون. اوکی آقای شیبانی اگر شما پیگیری کنید بفرمایید خانم خوی. ببخشید من چون اصلا من حالا من اصلا آریو برزن رو نمیشنیدم، عذر میخوام، وگرنه این فکر کنم قشنگ دارن میزنن. به هر حال از این سیرک انتخاباتی شادبادی هم به خودمون بگیم، از این سیرک انتخاباتی چه خوب شادمان آمدیم بیرون، ولی امیدوارم که بتونیم ازش به بهترین شکل برای سامانه استفاده کنیم. در مورد اتحاد خوب گفتید، بله من فکر میکنم در مورد اتحاد اپوزیسیون همه ما موافق هستیم، ولی اینکه این اتحاد رو باید منوط بذاریم شاید به همون 3 اصلی که رضا شاه زمانه شاهزاده رضا پهلوی باورمندش هستن. و خب شاید بگیم که تنها کس با تنها گروهی نمیتونیم حداقل ما متحد باشیم که همون فرزندان معنوی هانری لوی هستند و با اون 3 اصل موافق نمی باشند که میشن دیگه. به نظر من شاید همه پادشاهی خواهان، پادشاهی خواهان مشروطه، پادشاهی خواهان مطلق و پادشاهی خواهان پارلمانی و حتی جمهوری طلبانی که همراه رضا شاه زمان هستن. میخواستم اینم چون حزب ایران نوین به هر حال فکر میکنم الان بعد از 1 سال اندی از عمل کرد، چطور میتونید برای این سازماندهی که این اتحاد، این اتحادی که قرار باشه در حول رضا شاه زمان شاهزاده رضا پهلوی صورت بگیره، چطور میتونید این رو انجام بدید فکر میکنید؟ مرسی. واو چه خبرهای اینجا، چرا اینطوری؟ من تا حالا ندیده بودم. سپاس از شما بانو خویی عزیز. من اگه دوستان عزیز مخصوصا حالا با توجه به توصیه عزیزان، دوستانی که تیک آبی دارن هر کدوم براشون امکان داره اگه تشریف بیارن بالا و حامد جان شما زحمت بکشید یکی دیگه از دوستان رو پرس، من الان اینوایتشون میکنم. بله بله حتما، فکر کنم پایین هستن. حالا جناب سپهری، پانتا جان، جناب از دوستان دیگری که من میدونم از اعضای حزب هستن هر کدوم که امکانش داشته باشه، جناب خلیلی پایین هستن. البته شما نمیدونم تیک آبی اگه خیلی فرق میکنه از عزیزان هر کدوم که فرصت بهتره که کوهاست باشه، یعنی دیگه مهم هم نیست اونقدر، بعد یه کوهاست دوتر برداریم تا این اسپیس ممکنه یهو بسته شه. خود حامد جان تیک آبی داره دیگه. آره حامد جان شما خود زحمت از کد خودتون. احتمالاً حامد جان اگر درخواست کوهاستی رو 2 بار داده باشین، اگر شما خودتون ادمینین توی ایران نوین ببخشید میگم دیگه اینقدر است، اگر تو ایران نوین ادمین هستین یکی از دوستان الان درخواست که بده شما نگاه کنید. میتونید ببخشید میتونید آذین رو به نظرم خانم آذین پایین اونم تیکابی داره بیاریش بالا، حسام اوروجی هم هست اینا تیکابی دارن بیاری بالا. حامد جان ببخشید خانم خوی. خیلی متشکرم. من بانو آذین و بانو آران رو دعوت کردم، اگر که شما زحمت بکشید و کوهاستیشون کنید که خیلی عالی میشه. خیلی خوش آمد میگم. فقط دوستان با توجه به اینکه این اتفاق افتاد بر من که واقعا شوکه کننده است، ما تا تجربه این مدلیشو نداشتیم، 300 نفر دور هم جمع شدیم و اینقدر این حرفا واقعا برای فرقه جنون و سایبری های جمهوری اسلامی دردآور هست، واقعا خیلی متاسفم، هرچند واقعا جای امیدواری داره. من اجازه میخوام با توجه به اینکه توضیحاتی که شنیدم از دوستان، توضیحات فنی که شنیدم، عزیزان چند تا از دوستان رو بشنویم بعد تشریف ببرن، هر کسی که پرسشش رو مطرح کرد تشریف ببرن پایین، بعد از 2-3 تا سوال
جناب شیبانی، جناب احمدی و جناب میلاد آقایی که تشریف میارن، امیدوارم ایشون هم مشکلشون به زودی حل بشه و تشریف بیارن، در به دو سه تا سوال همزمان جواب بدن. اول اگه اجازه بدید اکانت البرز بانو سارای نازنین رو بشنویم و بعد هم برسیم خدمت اکانت شیردل عزیز. بانو سارا میکروفون در اختیار شما. سپاس. با درود به تمام هم میهنان. من عذرخواهی میکنم یه نکته دیگه فقط من بگم. من عزیزانی که ریکوست دادن همه رو دارم میبینم، فقط اگه اجازه بدید بعد با توجه به اینکه نمیخوام دوباره استیج شلوغ بشه و اون مسئله ریپورت خیلی تاثیرگذار باشه، یکی یکی دعوت میکنم و که دیگه دوباره به اون مسئله حداقل احتمالش رو به حداقل برسونم. سپاسگزارم و عذرخواهی میکنم وارد مایک شما شدم. بفرمایید. من سوالم رو بعد از گفتن یه مطلب کوتاه مطرح میکنم و بعد میرم پایین. یکی از مزایای اتحاد اپوزیسیون، البته خب کمک به انتقال قدرت نرم بعد از سقوط رژیم هست، ولی مهمتر از اون، شاید به اندازه همونقدر مهم، قبل از سرنگونی رژیم دو مورد هست که میشه دید این اتحاد کمک بکنه. یکیش ایجاد صندوق‌های کمک مالی که قبلا که زیر پوشش احزاب به خصوص اگر متحد باشن به نظر میاد بسیار میتونه ساده تر باشه، و دیگری تشکیل یک تلویزیون ملیه که شاید با همین کمک صندوق ملی و یا شاید از طریق کمک مالی که هموطنان متمول سیلیکون ولی ممکنه بتونن کمک بکنن ایجاد بشه. میخواستم بدونم هیچ تلاشی در این دو مورد توسط حزب ایران نوین با یا بدون این اتحاد با باقی اپوزیسیون انجام شده یا نه؟ سوال من همینه و من میرم پایین. متشکرم. خیلی متشکرم از شما. فقط من اجازه میخوام قبل از اینکه به پاسخ پرسش شما بپردازیم، شیردل عزیز رو هم بشنویم و بعد دیگه حالا با تعداد کمتری روی استیج ادامه بدیم. اکانت شیردل نازنین در خدمت ما. درود، مرسی از همگی. ما هم چنان منتظر کواست هستیم. به بچه حالا یه تیپس هم بدم که دوستان اگه میتونین از طریق براوزر اسپیس رو گوش بدین، اون خیلی بهتر هستش و کمتر میافتیم بیرون کسانی که شنونده هستیم و این مشکل رو داریم. و من یک سوال داشتم، برای سوالم یک پایه‌ریزی میکنم تا این سوال رو مطرح کنم. بعد از این سیرک انتخابات که ما با موفقیت رد شدیم ازش و به نظرم یک پیروزی بزرگ بود و جمهوری اسلامی نزدیکتر شد به سقوط، باید رو قدم بعدی متمرکز شیم و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی و متحدانش در خارج از کشور این اپوزیسیون فیک، باید وارد این گفتمان سیرک اپوزیسیون فیک بشیم. واقعا یک چیزی که ما لازم داریم این روزها. ما دیدیم که مهتدی و تیم بزکولی همراهانش چطوری آشکارا دیگه اون نقاب ها رو انداختن و ضد ایران سخن میگن، ضد ملت ایران. ما دیدیم که این شبکه اینترنشنال چطوری داره با بازی های رسانه ایش گفتمان پهلوی ستیزی میکنه و با همین صحبت هایی که خیلی نادرست هستن و با درست کردن مهمان هایی که همه از سمت گفتمان ایران ستیزان هست و پهلوی ستیزان هست، داره سمت خودش رو کامل مشخص تر میکنه که همون راهی که بی بی سی رفت و داره ادامه میده. و ما دیدیم که از همین چند هفته پیش شروع کردن این کار رو شدیداً قوی ادامه دادن و دقیقا مثل جمهوری اسلامی گفتمان پهلوی ستیزی رو دارن پیش میبرن. ما دیدیم که همین حامد اسماعیلیون چطور از روسیه گفت، از فلسطین گفت، ولی یک کلمه از انتصابات جمهوری اسلامی نگفت. و این بیشتر به ما این راه رو نشون میده که ما باید از روی این افراد عبور کنیم. اینها به قول شاه عزیز ما قسمتی از مشکل هستن، قسمتی از مشکل بزرگی که مردم وقتی که این صداها رو شنیدن، صدای تجزیه رو شنیدن و صداهای حاشیه ها رو شنیدن، صدای اپوزیسیون فیک رو شنیدن، شاید
ترجیح دادن که فعلا خونه بمونن و ببینن که این وضعیت به کجا میرسه. و الان باید وارد بشیم که این گفتمان رو که حاشیه درست میکنه و هر بار یک خیزشی شروع میشه، این گفتمان در صدد اینه که گفتمان رو به حاشیه ببره، این خیزش رو به حاشیه ببره. و همین الان دیدیم که یه سری از دوستان اومدن و از این صحبت کردن که ما از بین اصلاح طلب ها نیرو بگیریم. اصلاح طلب ها برای من کثیف‌تر از جمهوری اسلامی هستن و برای خیلی از داخل ایران هم همینه، همونطور که ما از اصول طلب اصلاح طلب ها با گذشتیم، همون شعاری که بچه های داخل ایران دادن. سوال من اینه، ما چطور میتونیم با گفتمان ملی، با یک اتحاد واقعی بین ملی گرایان، مشروطه خواهای ملی گرا بهتر بگم، چطور میتونیم این اپوزیسیون فکر رو دیگه کامل کنار بزنیم؟ این اپوزیسیون فکر باید کنار بره، چون اگه دوباره ما یک کیزشی داشته باشیم، این اپوزیسیون فکر متاسفانه با همین زندانی های صادراتی، با همین گفتمانش، با این تلویزیون و رسانه هاش، این قدرت رو متاسفانه باید بگیم که هنوز داره که به حاشیه ببره. هرچند که خیلی بهتر از قبل شده، هرچند که مردم داخل خیلی آگاه تر شدن، همونطور خارج از کشور، ولی هنوز ما فاصله داریم با یک دست شدن. ما چطور میتونیم به اون یک دست شدن گفتمان ملی برسیم؟ مرسی از اسپیس خوبتون و مرسی از کوخاستی که گذاشتین. پاینده ایران جاوید صادق هستم. سپاس از شما، خیلی متشکرم. من تشکر میکنم از بانو آران کمانگر عزیز که تشریف آوردن به من کمک میکنن. امیدوارم که من که بلد نیستم، ولی امیدوارم اینطوری مشکل حداقل حل بشه. همینطور خیلی خوشحالم جناب آقایی عزیز تونستن تشریف بیارن. درود عرض ادب خدمت بانو آذین نازنین، جناب حسام عروجی عزیز، آریو برزن و سایر عزیزان، و من عرض ادب خدمت جناب احمدی و جناب شیبانی هم بکنم دوباره، و همه دوستانی که با ما هستن. خیلی سپاسگزارم از همگی، ممنون که در کنارمون هستید. بازم خواهش میکنم دوستانتون رو دعوت کنید، اگر که میتونید لینک رو شیر کنید. بحث اون تا حالا بحث جالبی بود، هرچند داریم به آخر اتاق نزدیک میشیم، ولی خب نمیدونم امروز من باید با آقای شیبانی صحبت کنم، یه خود اتاق رو طولانی تر کنم. چندین نفر هستن که ریکوست دارن و من نمیخوام شرمنده عزیزان بشیم. جناب احمدی، جناب آقایی، جناب شیبانی، اگر که پاسخی در مورد دو تا پرسشی که مطرح شد دارید بفرمایید، در غیر این صورت من بریم سراغ اکانت بعدی و ادامه بدیم. اگر صدای منو داشته باشید من میتونم صحبت کنم. صدای من هست؟ بله بله صدای شما هست. من قبل از شما جناب آقایی میکروفون زدن، حالا هر طور که صلاح میدونید شما دو نفر در خدمتتون هست به ترتیب. گوش میکنم. بفرمایید. من فقط میکروفون رو باز کردم که چک کنم با این دستگاه تازه چون اومدم، امیدوارم که صدای من بیاد. بسیار خب، من صحبت میکنم، بعدش میلاد عزیز جواب پاسخی اگه دارن بدن. البته چون طولانی شد، من پرسش اول یکی راجع به رسانه‌ش خاطرم هست، ولی یه مورد دیگه هم گفتن که حزب نوین چه کار کرده رو از خاطرم رفت متاسفانه. اگر یادآوری بکنید خیلی ممنون میشم، چون من در این همین موقع داشتم سعی میکنم یه دونه از کسایی که تیک آبی دارن رو کوهاست بکنم، ولی نمیشه. ظاهراً یکی دیگه از باک هاست فقط کسایی که تیک آبی ندارن میتونن کوهاست بشن در این اسپیس ما. دلایل فنیش رو حالا باید بررسی بکنیم که چرا اینطور هستش، آیا حملات هستش به این اسپیس یا دلیل دیگه ایده. ولی به هر حال این دوتا پرسش با هم دیگه مطرح میشه. حالا امیدوارم به ذهنم بیاد که به غیر از رسانه پرسش دیگه مطرح کنن که نوین در این مورد کاری میکنه یا نه پاسخ بدم. از پرسش دوم شروع میکنم که ایشون گفتن که ما دیگران رو کنار بزنیم و فضای سیاسی رو یک دست بکنیم. این کار خطرناکیست. همونجور که تو صحبت قبلی هم گفتم، ما به دنبال حذف کسی نیستیم. مردم ایران و قدرتمند شدن اون گفتمان یک روند طبیعی رو طی خواهد کرد و دیگران صدایشون شنیده نخواهد شد. و اگر ما به دنبال این هستیم که قدرتمندتر باشیم، به دنبال اثبات خودمون بایستی باشیم و نفع دیگران. خود مردم، صحبت گفتمان کردیم، گفتمانی که در جامعه جا بیفته و مردم دنبال بکنن، دیگران رو به کنار میزنه، طبیعی، سری طبیعی است. برای همین نخواهید از هیچ گروه سیاسی دیگران رو تلاش بکنه برای که حذف دیگران، برای کنار زدن دیگران. یکی این کار خطرناکه،
به سمت حالا به ما که تهمت میزنن دیگران که شما فاشیست هستید، ولی بذارید در تهمتشون بمونه. ما فاشیست نیستیم، ما باور داریم به قدرتمون، به قدرت گفتمانیمون، به قدرت مردم، به قدرت ایرانگرایی، به قدرت پهلویگرایی و به قدرت پادشاهی خواهی و صحبت خودمون رو میکنیم و خودمون رو اثبات میکنیم. اگر دیگران میبینیم که فریادشون واویلاشون زیاد شده، به همون دلیلی که از که خودشون رو حذف شده در سطح جامعه حس میکنند و به همین روند باید ادامه داد. من گفتم از سال 95، از سال 92 که بخشای از جامعه متوجه شدند که راه نجات ایران رفتن به سمت همون گروه اپوزیسیون واقعی است که 40 در اون موقع تا 40 چند سال هم از همون 22 بهمن در خارج بودند و شاهزاده رضا پهلوی بود، روند سریعی بوده. همین روند رو ادامه میدیم با قدرتمندتر کرد. وقتی صحبت از همگرایی میکنیم، یعنی که ما باید این نیروهای ایرانگرا همگراتر بشند. اگر انسجامی میخوایم پیدا بکنیم در این جریان باشه، به دیگران کاری نداریم. اتفاقا اونها هستن، تو صحبت های دوستان نبود، اونها هستن که چون حذف شده خودشون رو میبینن، چون امیدی ندارن که از صندوق رای بیرون خواهد اومد اون چیزی که باور دارن، اقدام میکنن که به تکرار نکنیم کارهایی که میکنن و اتفاقا به حذف دیگران و حذف پادشاهی، حذف شعار جاویدشاه، حذف شعارهایی که متعلق به این گفتمان هست به هر طریقی که میتونن. راه مقابله بایش چیست؟ قطعا اگر اونها قدرت رسانه‌ای دارند و ما نداریم، خب رقابت نابرابری است. آیا حزب ایران نوین یا دیگر گروه ها رفتن به سمت ایجاد یک رسانه؟ واقعیتش اینه که در برهه‌های زمانی، حتی زمانی که ما در فرشگاه فعالیت می‌کردیم، بهش فکر کردیم، اما عملی نیست. مشکلات عمده‌ای در راهش هست. ببینید، من و تو نتونست ادامه بده. من و تو رسانه خوبی که انقدر محبوب بود، انقدر پرطرفدار بود، نتونست ادامه بده. دیگه پس نباید انتظار داشته باشیم که از یک حزب سیاسی که کارهای دیگه‌ای داره، هدف اصلیش جای دیگری است، بتونه یک رسانه‌ای بزنه که مقابله بکنه، رقابت بکنه با رسانه‌هایی که میدونیم چه پول و بودجه‌ای پشتش نهفته است. حتی من و تو نتونست این کار رو بکنه. راهش چیست؟ راهش همین روش‌هایی هست که امروز داریم ادامه میدیم. همین اسپیس‌ها، همین فضای مجازی، همون گسترش گفتمان ایرانگرایی، گفتمان پهلوی‌گرایی و گفتمانی هستش که راه نجات میده. اگر من از دو قطبی صحبت کردم، این قطب روز به روز قدرتمندتر میشه، چون مردم بیشتر میشن، چون مردمی که بهش میپیوندن بیشتر میشن. حالا میخوان فعال باشن، میخوان از ریزش از بدنه نظام باشه، میخواد خود مردم باشن که روز به روز از سال 95 به این بعد داشت ادامه دادن. راهش اینه که ما اینو ادامه بدیم با قدرت بیشتر و انسجام. وقتی که ما گروه سیاسی باشیم، گروه‌های سیاسی باشیم که انسجام داریم، خود خبرش پخش خواهد شد. اگر ما از هوادارانمون در حزب نوین میگم میخوایم که سفیران حزب باشند، صحبت از حزب بکنن هر جایی که میتونن، به این دلیل هستش که قدرت رقابت لازم نیست که ما اعتراف بکنیم، همه میدونن، اونایی که در رسانه هستن میدونن، قدرت رقابت رسانه‌ای رو نداریم. اما آیا نیاز هست؟ خیر. بایکوت هایی که جواب داده، بی بی سی ببینید چه بلایی به سر روزگارش اومده، چون مردم ایران اتفاقا همبستگی که وجود داره مثال زدنی است و فضای مجازی، شبکه‌های مجازی آنچنان قدرت دارند که اتفاقا رسانه‌ها که خوراک پیدا می‌کنن در رسانه‌های مجازی، در شبکه‌های مجازی، اونها هستن که به دنبال خبرسازی و خبرها و جریانات فضای مجازی هستن. جدی بگیریمش. به همین دلیل است که جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده که این فضا رو مخدوش بکنه، به قول خودشون به لجنزار بکشونه و خرابش بکنه. چون سرمایه ما، سرمایه رسانه‌ای ما، همین شبکه‌های مجازی است. اونجایی هستش که ما میتونیم کار بکنیم که اتفاقا رسانه‌های اصلی از بعد مخاطب عامه صحبت میکنیم به دنبال باشن. حزب نوین، پس خلاصه بکنم، به دنبال تأسیس رسانه نیست، چون کارش نیست، در تواناییش هم نیست. من و تو هم نتونست متاسفانه ادامه بده. اون خاطر نیومد اون پرسش دیگه شون چه بود؟ اگه که تو رو استیج هستن بپرسن ممنون شم، اگر نه که در فرصت دیگه پاسخ خواهم داد. ممنون. متشکرم از شما. دوست دیگری که روی استیج بودن سوال کردن که حزب ایران نوین برای اتحاد با سایر بخش‌های اپوزیسیون چه کاری انجام داده. این رو هم البته فکر می‌کنم بهش پرداختم تا الان، ولی اگه توضیح بدید. من خیلی کوتاه میگم که میلاد عزیز که مهمان این برنامه ما هستش، هم نظرش رو بگه، چون به هر حال مهم هستش دیگه. این استیج و اتاق مال حزب ایران نوین هست، ولی خب تصمیم گرفتیم که
در موضوعات مختلف کسی که صاحب سخن هستش رو دعوت بکنیم که ازش استفاده بکنیم، برای همین مونولوگ نباشه. همونجوری که گفتم یه زمانی حتی ابتدای حزب نوین و خصوصا در زمان فرشکرد ما به دنبال اون ایجاد اون اتحاد نسبی در اپوزیسیون بودیم، اما همه تلاش ها بدون تعارف و در رو صحبت کرد، همه تلاش ها به شکست انجامید، همه تلاش ها به برگزاری جلسات طولانی بی هدف زمانبری گذشت که عمرمون رو به جایی که صرف مبارزه واقعی به جنرسته بکنیم صرف بگومگو در اتاقهای و نشستهای اپوزیسیون کردیم. ما تغییر دادیم، یک مسیر اشتباه رو که نمیشه هزار سال ادامه داد، تغییر مسیر دادیم. در اون مثلث همگرایی و همگرایی که تو صحبت‌ها کردیم به این نتیجه رسیدیم که ما بایستی یک بلوک‌های سیاسی ایجاد بکنیم. در این بلوک‌های سیاسی به عنوان مثلا بلوک سیاسی ایرانگرا تلاش بکنیم انسجام سیاسی بین گروه‌ها و افرادی که در اون بلوک سیاسی هستن ایجاد بکنیم. و وقتی که اون بلوک سیاسی قدرت بگیره، برمیگردیم صحبت‌هایی که میلاد کرد، اون بلوک سیاسی قدرت بگیره، محور قدرت بشه، حرف برای گفتن بشه، دیگران هم میتونند، یعنی میتونند که خواهند پیوست، اونها درخواست خواهند کرد که به اون جمع اضافه بشن. اونجاست که میشه به سمت اون ائتلاف سیاسی که روزهای پایانی، تکرار میکنم امروز روز ائتلاف نیست، روزهای پایانی عمر جمهوری اسلامی است که ما نیاز به یک ائتلاف سیاسی بین گروه‌های سیاسی هستیم که یک مطرح هستند، پایگاه اجتماعی دارند، و دو اینی که میتونن با بقیه کار بکنن برسن. راهش تکرار بکنم که همگرایی بین نیروهای ایرانگراست، انسجام بین نیروهای ایرانگراست و به اون نقطه رسیدن هست و ما وقتمون رو بیش از این صرف نمی کنیم. اگر اما باز تکرار کنم که سوء تفاهم بشه، به دنبال حذف هم نیستیم، اگر دیگرانی که در خودشون در این بلوک سیاسی نمی بینند و اقدام به ایجاد ائتلاف بکنن و به انسجام بکنن و به جایی برسند که قدرتی باشن، قدرت منظورم قدرت پایگاه اجتماعی و داشتن حرف و گفتمانی که مطرح باشه در فضای سیاسی، اون وقت میشه مذاکره کرد، میشه وارد دیالوگ سیاسی شد که بگیم اوکی ما حالا بایستی هم افسایی داشته باشیم، شما هم نیروی هستید، نیروی اجتماعی هستید، ما هم نیروی اجتماعی هستیم، با هم بیایید راه همکاری رو پیدا بکنیم. اما امروز در اون نقطه نیستیم، امروز در اون نقطه نیستیم. پس برای همین برنامه‌ای حزب نوین، پرسشون از حزب نوین بود، دیگران راجع به دیگران صحبت کردن، حزب نوین برنامه‌ای برای ائتلاف و اتحاد گسترده، به واژه‌ها باید دقت، گسترده بین نیروهای سیاسی نداره، خیر، اما به دنبال انسجام سیاسی در بین نیروهای ایرانگرا و این بلوک سیاسی به طور خاص‌تر پهلوی‌گرا هستیم، برنامه داریم. آقای عبدالرضا احمدی دبیر دفتر روابط سیاسی اینجا هستن که شاید بتونن کامل‌تر توضیح بدن، به حال یکی از اهداف دفتر روابط سیاسی است. ممنون. خیلی متشکرم از شما، سپاس از توضیحی که دادید. جناب آقای در خدمت شما هستم. بله سپاسگزارم، امیدوارم که صدای من پایین دستگاه خوب بیاد. دو تا نکته رو من با شما در میون میذارم، خیلی ممنون از نکاتی که گفته شد. یکی این که چرا در 45 سال گذشته کاری نشده یا چرا 45 سال به درازا کشیده و داستان رسانه. اینکه 45 سال به درازا کشیده، این مقداری اگه دقت بکنیم به روند رویدادهای اجتماعی، ما اتفاقا روی تقویم درست جلو اومدیم، یعنی خیلی دیرکردی نداشت، حالا خیلی که نه اصلا دیرکردی نداشتیم. به هر حال وقتی که در ایران خمینی میاد، گفتمان اسلامی میاد، قدرت رو به دست میگیره، حکومت از حکومت ملی و حتی حاکمیت ملی ما در مشروطه عوض میشه، ما حاکمیت ملی خودمون رو واگذار میکنیم به الله و الله قدرت به دست میگیره، نماینده کسایی میان ادعا میکنن نماینده اون الله هستن که البته چون خودشون قدرت رو به اون الله دادن، و بعد اصلا فرمان روایی سیاسی ما از ایران قطع میشه و ما دیگه مالک ایران نیستیم. ما در دوره جمهوری اسلامی ملت ایران مالک ایران نیست، مالک ایران الله و نماینده اون هستن. حالا این گفتمان سالها طول میکشه، بعد داستان اینکه خب چطور میشه حالا اینو درست کرد، بعد ما وارد دوران پس از جنگ سرد میشیم، دوران پشیمان ها از انقلاب،
و همزمان میشه با رشد اصلاح طلبی و شما میبینید تمام نیروهای چپگرای سابق اینها میان علیه پدیده انقلاب حرف میزنن که انقلاب ویرانگره، انقلاب نه، اما نمیگن انقلاب چپ ویرانگره، همه انقلاب‌های کلکتیویستی ویرانگر بوده، انقلاب‌هایی که اتفاقا منجر به آزادی شده، منجر به نهادهای قانون اساسی ایندیویدوال شده که ایندیویدوالیسم رو و حقوق فردی رو شهروندی رو رشد داده و منجر به حکومت با نهادهای جداگانه شده و تونسته که اون جدایی قدرت رو پدید بیاره، اینا خوب بوده. مثلا انقلاب آمریکا خوب بوده، یا اتفاقی که بعداً در اروپای شرقی میفته و انقلاب‌های رنگی و مخملی و اینا پدید میاد، اینا خوبه، اینا انقلاب‌های بازگشتیه. ولی ما با یک سری چپ کودن طرفیم یا خنگی یا که به هر حال نمیخوان یه سری چیزای ترجمه‌ای رو، همون چیزایی که از زمان قدیم هم ترجمه میشد میومد و اینا یه چیزایی رو همجوری نصف نیمه از روش میفهمیدن و تعریف میکردن و براش حاضر بودن برن آدم هم بکشن، همینا یه ها همون چیزای نصف نیمه ترجمه‌ای رو خوندن و فکر کردن که آها ما گوهر آزادی و دموکراسی رو بالاخره کشف کردیم، انقلاب بد بوده و مثلا خیلی هاشون اومدن در پلیدی و بد بودن اصلا کلن انقلابی بودن، هر گونه انقلابی ولی حالا انقلاب مشروطه باشه صحبت کردم و بعدش گفتم و اصلاحات خوبه، این که حالا اصلا سیستم شما رفرمبیلیتی داره نداره، چی رو میخوای اصلاح بکنی و بعد توی ساختار کلکتیویستی به چی میخوای برسی، اینا رو دیگه که میگیم امتگرا به چی میخوای برسی، اینا رو دیگه کاری نداشته. برای ما تا اینکه اون گفتمانا بشکنه، ما به یک جامعه باور به یک شکست ساختاری داشته باشیم، یه چیزی خرابه و بیاد اونو بپذیره، حالا بره سراغ ستیز گفتمانها با هم دیگه و کشاکش اینها و پذیرش اون خیلی طول کشیده و طبیعی هم هست که حالا در دوره تمدنی خیلی زیادی نیست، ولی خب برای زندگی ما میگیم خیلی طول کشیده. مثلا شما حساب بکنید که نب جمهوری اسلامی کی فراگیر شد، کی این همه شعار جدی براش داده شد و مردم اومدن از خیلی جاهای ایران این پیام رو، این شعار رو، اون لوگو رو، همه چی رو راجبش حرف زدن. خیلی زمان طولانی نگذشت ولی رو هم رفته، ما رو مسیر داریم پیش میریم، یعنی ما الان وارد استیجی شدیم که کشاکش گفتمانی هستش، کشاکش گفتمانی منجر به این شده که نهادهای پاسخ دهنده گفتمانی پدید بیاد، گفتمان یگانه چاره ساز داره خودش رو نشون میده، حالا باید دست به روایتگری بزنه تا بتونه سرمایه اجتماعی خودشو گسترش بده. حالا از اینجا میرسم به این که ما الان به چی نیاز داریم. الان ما بیشتر از رسانه‌ای که به ما بگه که الان چه خبره، چون چه خبره رو همه میگن و ما فکر بکنیم الان اون پله آخر نردبانی هستیم که فقط باید اخبار رو تونتون بگیریم که کجا بریم و کجا تظاهرات و کجا رو گرفتن و کدوم پاسگاه سقوط کرد، اینا فعلا جاش نیست. یعنی الان موقعیت اون نیستش که ما بخوایم همچین کاری انجام بدیم. موقعیت الان ما اینه که ما باید بودجه جور کنیم برای این جنبش گسترده و نهادهای اون و این از راه روایتگر پدید میاد. ما داریم یه پژوهش انجام میدیم، حتی من به همراه یک سری دوستانی در انجمن انار که داریم روایتگران رو لیست کردیم، داریم بررسیشون میکنیم، نگاه کوالیتیتیو به اونا داریم و بالا تو کارهای نقد گفتمانی میان اندازه ها رو یا اون دارایه کوانتیتیو رو تبدیل میکنم به کوالیتیتیو، یعنی نگاه آخر سر کیفی میندازم. ما داریم این مسیر رو وارونه میریم و برسیم به این که ما داریم چیکار میکنیم و کجا هستیم. و ما متوجه شدیم تا حالا که ما به شدت کمبود روایتگر داریم. یعنی شما برید، میتونیم حالا یه وقتی یه گزارشی هم بدیم که تا حالا چیکار کردیم، ولی اگر نگاه بکنید تعداد روایتگران 57 رو بسنجید با کسانی که پرت و پلاهای مربوط 57 رو پیوسته دارن راجبش حرف میزنن، توجیه میکنن، توضیح میدن، داستان پردازی میکنن، برای اون نسبت به کسانی که تعداد کسانی که روایتگر پهلوی هستن، روایتگر مشروطه هستن، روایتگر ملیگرایی هستن، روایتگر ایران هستن رو بشمارید ببینید چقدر کمن.
اونقدر تو این سالها فضای ناامنی به وجود آوردن و این اراذل و اوباشی که به تازگی میبینید دوباره سر در آوردن از توی لونشو و حمله میکنن به این و اون، فضا رو ناامن کردن که روایتگر ایران خجالت بکشه یا اونقدر آسیب بهش بزنن، اذیتش بکنن، حمله بهش بکنن، ناامنش بکنن، تهدیدش بکنن که بگه ولش کن من حالا میگذرم از خیر این، حالا این بقیه هستن این حرفو میزنن. ولی ما مسئله ما روایتگره. مثلا شما ببین ما همین اندیشکده کوروش که راه افتاد، همینجا همین خانم سبای خویی که اینجا بودن، ایشون رفتن با یه آقای دیگه به اسم امیر فرشاد ابراهیمی و یه کسای دیگه هزار تا داستان درآوردن که ما به نمیدونم کجا وصلیم و به موسوی خوینی ها وصلیم و به کجا، و این اعتماد رو از روایتگران سلب میکنن که حرفشون شنیده نشه و این بازی پیاپی و پیاپی تو جبهه ما داره اتفاق میفته. ما بیشتر از رسانه به این، من هر کسی که حرف ما رو بزنه من تعظیم بهش میکنم، دستشم میبوسم، قربونشم میرم، به خاطر اینکه ما واقعا روایتگر کم داریم نه رسانه. تا اینجا از من بس و سپاس که شنیدید. خیلی متشکرم، ممنونم. من شخصا یه سپاسگزاری هم از شما بکنم. من چند روز پیش به همین ویدیو اخیر شما در کانال انار گوش کردم، سگانه تاریک بود اگه اشتباه نکنم اسمش، و واقعا استفاده کردم، آموختم و لذت بردم، واقعا خیلی سپاسگزارم. من اگه اجازه بدین، من راستش نمیدونم اینجا روال به چه صورت هست، به ترتیب هند رایز به دوستان میکروفون داده میشه یا به ترتیبی که روی استیج تشریف آوردن؟ اگه اجازه بدین من بر اساس روال خودم پیش میرم، اگه دیکتاتوری هم هست من رو ببخشید. آریو برزن عزیز، اول در خدمت شما هستیم و بعد هم بانو آذین و جناب عروجی نازنین، با افتخار شما رو میشنویم. آریو برزن درود بر شما، میکروفون اختیار شماست. درود و سپاس بر شما هادی عزیز و تمام میهن پرستان راستین و ننگ و نفرین بر تمام ایران ستیزان. اول اینکه از دعوت میکنیم که بیشتر حضور داشته باشی تو فضای توییتر تا هم آشناتر بشی با امکانات و آپشن هایی که این فضا داره، هم با معضلات و چالش هایی که روبرو هستی، تا براوند این اسپیس های خوبی که اینجوری به این نحو برگزار میشه خب هم بهتر باشه. و یه سپاس دیگه ازت به خاطر اینکه دارین سعی میکنید تو تمام پلتفرم ها این گفتمان رو پوشش بدین، به ویژه فضایی مثل اینستاگرام که نیاز یه ماسک که بابت بپردازیم و این یکی از اون مسائلی که خب کمتر بهش پرداخته میشه. اما آیا اتحاد اپوزیسیون شرط سرنگونی جمهوری اسلامی؟ قطعا همینطوره و یکی از شروط اصلی اون اتحاد درستیه که باید اپوزیسیون با همدیگه شکل بدن. اما با همین فرمونی که ما توی این 45 ساله و این فرمولی که اتفاق افتاده، آیا این اتحاد شکل خواهد گرفت؟ خیر، به هیچ عنوان از نظر من اتفاق نخواهد افتاد تا زمانی که اون صراحت و شفافیت وجود نداشته باشه. و خیلی از این مسائل ما به واسطه خیلی از این مسائل انکار کنیم یا چشم پوشی کنیم از اونها، این اتحاد هیچ وقت اتفاق نمیفته و ما مدام اسیر بازی رژیم و دستگاه پروپاگاندای اونو میخوریم. امروز فضای اون و زمان اون رسیده که صراحت در نه تنها گفتارمون بلکه در عمل وجود داشته باشه و خیلی از این مسائل به وضوح آشکار بشه. امروز جامعه‌ای رو ما روبرو هستیم که خواستار این موضوع هستن، نه تنها خواستار شفافیت بلکه خواستار اتحاد اپوزیسیون هستن، اما به شکل واقعی و درست خودشون. ما هیچ اتحادی با امثال نهلهای فکری که افکار چپ دارن یا به هر شکل این چهرهایی که میان برای ما بولد میکنن، پررنگ میکنن و میخوان غالب به خورد ما بدن، امثال اسماعیلیون، قومی کلاها و و داستانهای دیگه‌ای که به وجود میاد، اتفاقا یکی از ضعف‌های بزرگی اپوزیسیون تا این سال‌ها داشته و منجر به منشور گسستگی شد، دقیقاً همین ضعفیه که وجود داره. قبل‌تر باید این اتفاق می افتاد، این اتحاد شکل می گرفت تا کار به اونجا نرسه که شاه خردمند ما بره آستینا رو خودش بالا بزنه و خیلی از این مسائل برای جامعه ایرانی شفاف کنه. ما اگر رسانه نداریم و نمیتونیم از این پتانسیل استفاده کنیم یا توانایی اونو نداریم، تا این سالها که این اتفاق نیفتاده، اما امروز خوشبختانه به واسطه به وجود اومدن فضای مجازی توی تمام پلتفرم‌ها این رسانه وجود داره. اما پرسش اینجاست کی، کجا، چگونه، چطوری این احزاب، تشکلات، نهادها اومدن از بچه‌های میهن‌پرستی که دارن کار رسانه‌ای میکنن، فعالیت میکنن،
از اونا حمایت کرده باشن، ساپورت خودشون رو نشون داده باشن یا حضور پررنگتری داشته باشن بین اجتماعی که شکل میگیره، تو فضای گفتمانی که داره شکل میگیره، یا کجاها اون نقدهای سازنده خودشون رو ایجاد کردن، حتی کی همراه شدن. من یه مثال واضح براتون میزنم، توی همین سیرک انتخاباتی که یکی از جبهه‌هایی بود که براندازا مقابل رژیم ایجاد کردن، ما کدوم یکی از این اپوزیسیون رو دیدیم که به شکلی که غیر از مردم عادی باشن تمام این کارهای انیمیشنی، گرافیکی یا به هر شکلی که ایجاد شد و پیوند درستی که بین شاه و مملکت اتفاق افتاد، همون جمله کلیدی آریامهر که ما وارثان واقعی ولیعهد و مملکت هستیم و امروز رقم زدن و بهتر از هر زمان دیگه اینو نشون دادن، چه عکس العملی از خودشون نشون دادن، کجا همراه شدن، تا کی قراره که ما در دام این بازی‌های مسخره بیفتیم و رو درباسی‌ها رو بذاریم باید کنار. تو کدوم فضای شما تلویزیون و رسانه‌ای شرکت کردید و در انتهای صحبتتون از جاویدشاه استفاده کردید، یا گفتمانی که صریح باشه، کوبنده باشه و چهره کثیف و کریه اینها رو بیش از هر زمان دیگه آشکار کنه؟ اینها تماما اتفاقاتی بود که به طیف وسیعی از مردمی شکل گرفت که اونها پل میانی ارتباطی هستن که بین به اصطلاح کراواتی ها و اخشار مختلف جامعه داره شکل میگیره. اینها فعالیت های ارزشمندی هستن که داره به دست اون جوونا شکل میگیره، اما این احزاب نیازمند بهره گیری از همین چهرهایی هستند که بهشون اهمیت نمیدن، نمیخوان که بگیرن، و اینا مشکلات و معضلاتی هست که به شدت وجود این روشنفکران و چهره ها و الیت های سیاسی ما که توی همین احزاب یا تشکل های به اصطلاح مدنی شکل دارن، باید یه چراغی در دستشون باشه و مسیر رو روشن و شفاف به مردم عام جامعه نشون بدن. اما ما به وضوح داریم میبینیم که همون قشر میانی در واقع این مسئولیت هم به دوش گرفته و نه تنها اون چهره های ما خودشون رو نگه داشتن برای روز رستاخیزی که مبادا گفتمانی انجام بدن یا حرکتی انجام بدن که تبدیل به مهره سوخته بشن و در فردای براندازی نشه ازشون استفاده و بهره برداری کرد، امروز واقعا روز صراحت، روز صراحت در گفتار، عمل و خیلی از این مسائلی که ما نمیبینیم. برای همینه که مردم رغبت خاصی برای پیوستن به خیلی از این حزب‌ها یا تشکل‌هایی که داره شکل میگیره ندارن، و تا زمانی که این باگ‌ها برطرف نشه این اتفاق نمیفته. و یکی از اون راه‌هایی که حتما باید اتفاق بیفته تا سرنگونی رژیم نه تنها سهل و هموار بشه، بلکه بسیار کم هزینه تر و با سرعت بیشتری قابل پیگیری باشه، اون اتحادیه که بین اپوزیسیون واقعی باید شکل بگیره. باید تمام این نخاله ها رو از دور و برمون حذف کنیم. اینا عین ویروس هایی هستن، عین کرونا، وقتی توی جمعی حضور پیدا میکنن همه رو آلوده میکنن، و ما مدام در حال دست و پنجه نرم کردن با این ویروس هایی هستیم که دور و بر خودمونه. اصلا الان یکی از دوستان اشاره کرد که دوستان عزیزی حضور دارن که دارن ما رو ریپورت میکنن. نه عزیز من، اینا دوست عزیز نیستن، اینا انگل های سایبری هستن که میان فضا رو متشنج کنن و نذارن اون بهره برداری لازم اتفاق بیفته و صحبت ها به گوش عام جامعه برسه. در واقع ادب آداب داره و ما متاسفانه از اینا غافل هستیم. سپاس هادی عزیز که فرصت گفتگو به من دادی. پاینده ایران تا ابد جاوید شاه. سپاس از شما، خیلی متشکرم از آریو برزن، خوشحالم که بازم صداتو شنیدم عزیز. من مطمئنم با توجه به اینکه حامد جان شیوانی اونجا هم گفت، من خیلی سعی میکنم دشمنام ندم، هرچند واقعا کلام ناسزا در مورد بعضی ها واقعا اینقدر سزاواره که اصلا اسمش رو حتی ناسزا هم نمیشه گذاشت، ولی میدونم که ایشون هم با شما کاملا هم‌عقیده است. اون دوستان عزیز چنان هم دوست و چنان چندان هم عزیز نیستن. من جناب عروجی عزیز، شما هنجایز کردید، خیلی خوش آمد میگم خدمت مهرداد خان بختیاری، عزیز دل همه ما، واقعا خیلی خوش آمدید روی استیج، باعث افتخار بنده است که در خدمتتون باشم. جناب عروجی عزیز رو بشنویم. بانو آذین، اگر که شما هم فرمایشی دارید بعد از جناب عروجی شنونده شما هستیم و بعد هم خدمت جناب بختیاری میرسیم. خیلی خوش آمدید جناب عروجی. هادی جان درود و عرض ادب. من اگه اجازه بدید
مهداجان بختیاری صحبت بکنن و اول شنوای صحبت ایشون باشید. من بعد از ایشون اگر فرصت بود در خدمت دوستان هستم. سپاسگزار و ممنون هستیم در خدمت سپاس از شما. خیلی متشکرم. بله اینطوری خیلی هم بهتر هست، بنده هم واسه افتخارم هست. درود بر شما مهداد خان. قربان، میکروفون در اختیار شما. من سرپا گوشم و مطمئنم دیگران هم به همین صورت. به نام ایران، من درود میفرستم خدمت تمام دوستان. صدای من هستش یا نه؟ بله بله قربان، صدای شما هست. بزرگواری، چون ما مشکلی که داخل ایران داریم هم از لحاظ فیلتر شکن، هم از لحاظ اینکه بسیار ما رو بایکوت میکنن و اصلا یه خیلی وقتا میشد که من که بانو سباخویی توی اسپیس هایی که بودیم ایشون محبت میکردش، تماس میگرفتش روی واتساپ، من چون نمیدونستم ورود کنم توی اسپیس و از طریق تلفن حالا من یه چند دقیقه صحبت میکردم و خیلی خوشحالم که حالا این وقت در اختیار من داده شده تا یه سری صحبت رو داشته باشم. امروز از طرف دادگاه انقلاب کرج برای من یک سال حبس جرم تبلیغات علیه نظام و 5 سال حبس جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال تبعید به چیزی که نوشتن موتن زادگاه همون شهر کرد برای ما نوشتن و این حکم 20 روز فرصت داریم ما که تجدید نظر خواهی بزنیم توسط وکیلمون آقای شریف زاده که وکیل برادرم هم هستش و فکر نکنم که حالا که تجدید نظرم بره بخواد این حکم بشکنه و حالا اگه چیزی بهش اضافه کنن کم نمی کنن. چون توی پرونده های سیاسی در جمهوری اسلامی قوه قضاییه کاری نیستش و این حکم ها از قبل از برگزاری دادگاه توسط اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات داده میشه و اون قاضی که نشسته اونجا فقط یک عریضه نویس هستش و موظف هستش که اون دستورات رو انجام بده و این حکم هم داده شده و حالا بالاخره اینا به قول خودشون کلاه شرعی میخوان بذارن و به ما یه فرصت تجدید نظر خواهی دادن، ولی گمان نکنم که چیزی کم بشن. و نه تنها من، امروز تمام بچه هایی که ملیگرا هستند، تمام بچه هایی که وطن پرست هستند، خب روزانه یکی دوتا از بچه ها از زندان اوین به من زنگ میزنن، از تو برادرم احسان قدیری، از بچه های خوب و مبارز پادشاهی خواهی، آشام رضایی، خالد پیرزاده، بچه های دیگه، آرش کیخسروی، بچه هایی که الان توی زندان اوین هستن. صداتون قطع شد جناب بختیاری. حاجی جان فکر میکنم باگ خوردم. متاسفانه همینطوره. من مطمئن نبودم که فقط من صدایشون رو ندارم یا جناب بختیاری میخوان یه خروج و ورود کنید شاید مشکل حل بشه. دوستان یک چند ثانیه صبر کنیم، امیدوارم که ظاهرا افتادن پایین. من ریفرش کنم. متاسفانه ایشون ظاهرا افتادن بیرون. حالا من دعوت میکنم از ایشون، ولی جناب عروجی در این بین شما رو بشنویم. من امیدوارم که مشکل جناب بختیاری هم حل بشه و با ما بپیوندن. درود بر شما. درود و عرض ادب و احترام. من متاسفانه آقای بختیاری نتونستم به صحبتشون، امیدوارم که هرچه زودتر برگردن و از شرایطشون بگن و امیدوارم که بتونیم ما هم کمکی باشیم. و با نام و یاد جاویدان انقلاب ملی
من نمیخوام خیلی وقت دوستان رو بگیرم، سپاسگزارم از حزب ایران نوین به عنوان یکی از هموندان حزب. به هر حال باعث افتخاره که حزب به این شکل اون ارتباط خودش رو با فعالان و عزیزان عرصه انقلاب ملی حفظ میکنه و این پلتفرم رو به وجود میاره که بتونن عزیزان بیان هم فکری کنن و امیدوارم که این عمل مستمر باشه تا بیشتر و بیشتر در واقع این همگرایی بین دوستان ایرانگرا شکل بگیره. من اگه بخوام خیلی سریع نکتم رو بیان کنم، راستش جمهوری اسلامی و در واقع تمام وابستگانش تو این 45 سال کاری که کردن مفاهیم رو به ابتذال کشیدن و یکی از اون در واقع اون مفاهیم همین اپوزیشن یا اپوزیسیون هستش که در واقع الان ما باید اول مشخص کنیم که اصلا این اپوزیسیون چی هست و چه در واقع شاخصهایی باید داشته باشه که بعدش بخوام در مورد اتحاد با هم صحبت بکنیم. ما میدونیم حالا دیگه این رو آموختیم 45 سال بابتش عمر و انرژی و سرمایه های کشورمون در واقع مصرف شده، هزاران جان بیگناه گرفته شده که بفهمیم ارتجاع سرخ و سیاه فتنه 57 رو رقم زدن و یکی شد ارتجاع مغلوب، یکی شد ارتجاع غالب. به باور من ارتجاع مغلوب سرخ اپوزیسیون جمهوری اسلامی در واقع نیست، اپوزیسیون ایرانه، چون کاری که در 57 کردن رسما ایران رو به مرحله فروپاشی کشونده و این برساخت رسانه است که نام اپوزیسیون رو به هر کسی که دلش بخواد میده و در واقع اون رو مخالف جمهوری اسلامی در میخواد غالب بکنه، در صورتی که عملکردشون نشون داده که این به این شکل نیستش. ما در مورد همین منشور همبستگی که در واقع یک تحمیل بودش دیدیم که رسما مثلا آقای مهتدی بعد از خروج از منشور، بعد از اینکه شاهزاده رضا پهلوی از منشور خارج شدن، اون فایل صوتی اومد بیرون، ایشون مشخصاً اپوزیسیون ایرانه، یعنی برای براندازی ایران اینها دارن تلاش میکنن، اما جوری داره فضا پیش میره که اینها پاسخگوی این عملکرد ضد ایرانی خودشون نیستن و این جاییه که ما باید اینها رو پاسخگو کنیم، یعنی نباید پشت یک حاشیه امنی قرار بگیرن. رسما ایشون داره میگه پروژه یک ملت یک کشور در ایران شکست خورده. دیگه مگه میشه اصلا با این قضیه جور دیگه برخورد کرد به غیر از اینکه ایشان و همفکرانشون در راستای براندازی ایران دارن فعالیت میکنن؟ خب پس اصلا از دایره اپوزیسیون جمهوری اسلامی بیرون میرن، اصلا دیگه تو اون مقوله نمی گنجن. یا کلا گفتمان مثلا اون کمونیستی و در واقع اون چپ شورایی که میگم در قالب ارتجاع سرخ اومدن و حاکمیت ملی رو در ایران در سال 57 از بین بردن، یک گروه در واقع ایران ستیز و اسلامیست رو آوردن بالا، مسئولیت کار خودشون رو به عهده نگرفتن و اصلا اگر ما به دنبال سکولار دموکراسی، تمامیت ارضی و همه پرسی هستیم در فردای سرنگون جمهوری اسلامی، همین چهار اصل کوتاه خیلی از این مدعیان اپوزیسیون بودن رو از دایره اصلا اپوزیسیون بودن خارج میکنه، چه برسه به اتحاد. و من به عنوان ایرانگرای پادشاهی خواه این چهار اصلی که همیشه تو این 45 سال شاهزاده رضا پهلوی در واقع رهبری کرده و ازش حرف زده، اصل پنجمی رو هم بهش اضافه میکنم، مرجعیت سیاسی شاهزاده رضا پهلوی برای گذر از جمهوری اسلامی و در واقع ما اگه بخوام اصولی رو برای انقلابمون تعریف کنیم، همون چیزی که مردم ایران، ملت ایران فریادش میزنن و اگه شناسنامه داشته باشه این انقلاب، مفهوم ایران و ایرانگراییه. برای همین اگر کسی میگه ادعای اپوزیسیون بودن داده، چه فرد چه گروه، ایرانگرایی باید رکن اصلی فعالیتش بر علیه جمهوری اسلامی باشه، نباید اپوزیسیون ایران باشه. به باور من تجربه زیسته ما که میشه لحاظ تاریخی و فلسفی هم بهش نگاه کرد، ما رو به شخصیت شاهزاده رضا پهلوی رسونده، نباید اپوزیسیون پهلویزم باشه و اینها برای ما مسیر راه رو مشخص میکنه که به چه سمت و سویی بریم. و همونجوری که جناب دکتر شیبانی گفتن، بقیه دوستان، آیه آقایی، آیه احمدی، وقتی که ما بر این اساس حرکت بکنیم، ذره ذره
اون اپوزیسیون ملیگرا و ایرانگرا هول هم جمع میشن، کار تحزب رو جدیتر جلو خواهند برد و کار گفتمانی رقم خواهد خورد. ما هیچ احتیاجی نداریم که میگم آزموده را آزمودن خطاست، با دشمنان ایران، با عاملین فتنه 57 بخوایم و میگم اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون پهلوی، اصلا نام اپوزیسیون رو بشون بده و بخوام وارد بازی دروغین اتحاد بشیم. خیلی نمیخوام پرحرفی کنم، سپاس و پاینده ایران، جاوید شاه. سپاسگزارم از شما، خیلی متشکرم. من فقط میخوام یادآوری کنم جهت اطلاع اون کسانی که روز اول به دروغ یک پارچگی سرزمینی رو در منشور به جای تمامیت ارضی میگذارند و ادعا میکنند که این تفاوتش فقط در فارسی یا عربی بودنش هست و بعداً بعد از یک سال آنچنان پرده هاشون برمیفته که دولت ملت یک پارچه ایران رو پروژه مینامند. جهت یادآوری عرض کنم، من و بسیاری از هموطنانم سرباز اون گفتمانی هستیم که به خاطرش پویا بختیاری رو از دست دادیم، سرباز اون گفتمانی هستیم که با پرچم شیر و خورشید در دست منوچهر بختیاری به دادخواهی نه فقط پویا که به دادخواهی ایران و به ظلمی که به تمام ملت ایران در طی این 45 سال رفته بلند شدیم. من باز هم از جناب بختیاری دعوت کردم که در خدمتشون باشیم، امیدوارم مشکل فنیشون حل بشه و بتونن تشریف بیارن. ولی در این بین عزیزان من، جناب شیبانی، جناب آقایی، جناب احمدی، اگر که صحبتی دارید بفرمایید، در غیر صورت برسیم خدمت عزیزان دیگری که روی استیج هستن. جناب رشیدی تشریف آوردن. خب ظاهرا فکر میکنم عزیزان، حالا یا امیدوارم مشکل فنی نباشه، فقط از اینکه صحبتی ندارن باشه. جواب رشیدی، درود بر شما قربان، میکروفون در اختیار شماست. عذرخواهی میکنم، من جسارت کردم. جناب فیروز عزیز، شما قبل از جناب رشیدی یکی دو بار تشریف بردید پایین، فکر کنم به مشکل برخوردید، الان هم هندرایز کردید. شما رو بشنویم قربان و بعد هم خدمت جناب رشیدی برسیم. درود هادی عزیز، امیدوارم صدای من باشه. من بله بله فیروز جان، بله بله دعوت کردین ولی صدا نداشتم، مجبور شدم که مفتی آدینس کنم. به هر حال درود میگم به همه عزیزان، سروران گرامی، میهن دوستان، میهن یاران. من بذارید خیلی کوتاه و مختصر و سریع عرض کنم که دخلی در این تایتل ببرم. در حقیقت این جمعی که الان هست شاهدش هستی، در حقیقت ائتلاف اپوزیسیون ملیگرا و پادشاهی خواه هست و این نوید رو من میده که خب دیگه ما از اون بحث گذشتیم. اگر ما فاز انقلابی رو در هفت خان مثلا بخوایم تعریف بکنیم و الان مثلا فرضاً اگر بگیم در خان چهارم یا پنجم این به اصطلاح پروسه هستیم، تصور من اینه که نگاه درونگرایی که هم جناب شیبانی اشاره کردن و هم میلاد آقایی که خیلی حضور ایشون رو من به فال نیک میگیرم، این لازمه ما هست. یک نگاه درونگرا به طیف ملیگرا هست که ما ائتلاف معانست خودمون رو با همدیگه بیشتر بکنیم، همون بلوک قدرت خودمون رو قوی بکنیم، اون تجربه های قبل که اصلا موفق نبوده برای اینکه اونها اصلا تکشر سیاسی یا ذهنی اونها با ما متفاوت هست رو مد نظر قرار بدیم و شاید در فازهای پایانی هم اونها به ما اضافه بشن و سرمایه اجتماعیمون رو زیاد بکنیم. من اینو خیلی خوشحالم و امیدوارم تمام گروه های مشروط خواه، پادشاهی خواه به این نتیجه رسیده باشن. اجازه بدین اینو بگم که من یک سال و نیم قبل در اتاق حزب مشروطه لیبرال دموکرات همین مسئله رو با آقای پاشایی و بیت اللهی گفتم که این ائتلاف هایی که شما میرید با دیگران میکنید اصلا به هیچ جا نخواهد رسید. استراتژی های قدیمی و پوسیده رو باید عوض بکنید، نگاهی به درون خودمون بیاندازیم و بتونیم که ائتلاف خودمون رو، بلوک قدرت خودمون رو قوی بکنیم. من خوشحالم که میلاد آقایی اینجا هست و این نشانه رو از صحبت آقای حامد شیمانی دریافتم. امیدوارم در قدم های بعدی حزب رستاخیز ایرانگرایان، آقای حجت کلاشی، مشروط خواهان
به این مسئله بیشتر بفهمند و مسئله رو یعنی این ائتلاف رو در درون خودمون مضاعف کنیم. ما نیازی نداریم الان به اون طیفایی که اصلا سابقه خوبی نداشتن توجه بکنیم و در نهایت حتی یک دبیرخانه مشترک و یا اینکه بتونیم استراتژی های آیندهمون رو که نیمای عزیز دوستم گفتش که برای تجمعات بعدی در سراسر اروپا و امریکا بتونیم این رو سازماندهی بکنیم. من اینو واقعا خوشحالم، امیدوارم بیشتر باشه در اتاقهای بعدی اندیشکده کوروش و حزب ایران نوین همگی این رو درک کرده باشن. من خواستم اینو منشن کنم که دیگه اصلا اون بحث ائتلاف منتفیه، حداقل در شرایط کنونی تا فازهای نهایی. این رو به فال نیک میگیرم. ممنونم حاجی جان. سپاس از شما فیروز عزیز، خیلی خوشحال شدم صدای شما رو هم شنیدم نازنین. خوش آمدم عرض میکنم خدمت هومن خلیلی عزیز، خیلی خوش آمدید. جناب بختیاری تشریف آوردن روی استیج ولی متاسفانه مثل اینکه مشکلشون همچنان ادامه داره. حالا بحث رو ادامه میدیم، من ببینم میتونم یک روشی پیدا کنم برای اینکه در خدمت ایشون هم باشیم. جناب رشیدی درود بر شما، قربان، میکروفون در اختیار شماست. سلام دوستان، وقتتون بخیر. از درود بر شما، آدم دارم خدمتتون. من خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که گروهایی که وجود دارن خب خارج از اون جریان ملی‌گرا دچار یک بحرانی هم در درون خودشون و یک سری اهداف رو هم دنبال میکنن که اون اصول چندگانه‌ای که اون موقع شاهزاده مطرح کرده بود به هیچ وجه نمیتونن باش کنار بیان. واقعیت اینه اونایی که احساس میکنن که همین الان اگه اتفاقی در درون ایران بیفته میتونن اون بحث خودمختاری و بحث تجزیه رو رقم بزنن، اونا اومدن جلو میگن ما همین الان سهممون رو میخواهیم اون تصور خودشون. و کسانی هم که احساس میکنن آماده نیستن حتی دعوت کردن، من میبینم تو اون به صورت محلی که مردم پای همین انتخابات بکشونن چون احساس میکنن اگه عمر جمهوری اسلامی بیشتر بشه فرسایش اون مؤلفه‌های دولت ملی بیشتر میشه، اینا به اون هدفشون بیشتر میتونه تحقق پیدا کنه. برای همین این گروه ها مشخصه که نمیشه هیچ وقت باشون به هیچ توافقی رسید. در نتیجه اونایی که به تمامیت ارضی ایران دقیقاً به همین واژه اعتقاد دارن باید همه یک طرف وایسن و اگر بخوایم بگیم اتحاد اپوزیسیون بین همین گروه ها، سایر گروه ها رو باید ازش گذشت. حتی اون کسایی مثل خانم علی نژاد هم که اصلا اونام دقیقاً افرادی هستن که قدرت طلبن، به هر کدوم از این گروه ها میتونن دوست دارن که امتیاز بدن، یا احزابی که وجود داره که در پیوندن با مجاهدین خلق که بعضی شاخه محلی مجاهدین خلقن، این گروه ها مشخصه یعنی حاضرن امتیاز بدن یا شخصن یا گروهن که بتونن در مقابل جریان ملی‌گرا وایسن و یک کسب قدرت بکنن. اون چیزی که برای اینا اهمیت نداره دقیقاً ایرانه. اونایی که ادامه اصلاح طلبان در بیرون به هر شکلی میخوان قدرت داشته باشن حتی اگه ایران تضعیف بشه، اونایی که یک رگ و ریشه‌ای با کمونیسم دارن که تکلیفشون از اول مشخص بوده و جریانات قومگرایان که تکلیفشون مشخصه، در این شرایط به نظر من اگه بخوایم از اتحاد صحبت کنیم اون جریان پادشاهی خب مشروطه حقی هست که ایران شروع دارم میدونم ایران به شکل قوی باید باشه، تمام مؤلفه‌های دولت ملی باید رعایت بشن مثل همه جای دنیا، کشورهای دموکراتیک که کشور رو در قانون اساسیشون میگن غیر قابل تجزیه است، اصلا به گروه‌های محلی اجازه نمیدن که بحث امنیت و خیلی چیزا رو در دستشون بگیره. همین الان عراق بعد از این همه سال خسارتی که داده به این نتیجه رسیده این روشی که در عراق بوده این فدرالیسم قومی جواب نداده و داره سعی میکنه که قدرت رو پس بگیره. در نتیجه اون جریانی که اعتقاد دارن واقعا میخوان وضعیت مردم بهبود پیدا کنه، مردم ایران به یک رفاه برسن و به ایران هم به یک اقتدار برسه،
با توجه به اون ژئوپلیتیک خاصی که داره، در نتیجه همین گروه های ملی‌گرا باید با هم در ارتباط باشن و اگر از ائتلافی هم صحبت میکنیم همین گروه های ملی‌گرا اصلا نه چیز دیگری، حداقل تا زمانی که حالا به اون نقطه شکست جمهوری اسلامی برسیم که اون موقع باید یک استراتژی از قبل برای اونم در نظر داشته باشیم. این تمام چیزی که من در چشمانداز این اپوزیسیون میبینم و یعنی اتحاد با این گروهی که تو همون منشوری که آوردن اومده بودن هر چیزی که خودشون دلشون خواسته بود تعبیه کرده بودن، من نمیدونم چجوری گروه های ملی‌گرا خودش آزاده نشستن پای این میز و چجوری اصلا حالا به خیر گذشت و تمام شد. این سال 1400 یه برهه کوتاهی بود ولی داشت یک آسیب بزرگ میزد. امیدوارم که در آینده ما متوجه این قضایا باشیم، این که یک سال زودتر بخوایم عجله کنیم یک اتفاقی در کشور بیفته ولی به قیمت نابودی ایران. اون چیزی که یکی از دوستان گفتن بعضی اپوزیسیون ایرانن، اینو اگه درک بکنیم دیگه همه چی مشخصه. اون کسی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی نه ایران میتونه در این اتحاد باشه. متشکرم. سپاس از شما، خیلی متشکرم. من فقط نظر شخصیمو بگم در مورد این اثری که شما فرمودید، به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. هرچند من باورم این است که اگر شاهزاده رضا پهلوی اون درایت و واقعا اون پیروزی رو به خرج می‌دادن، کنار اینها نمی‌نشستن، الان هنوز هم که هنوزه هزارانی زبونشون دراز بود که رضا شاه دوم نمیگذارم که این اتفاق بیفته. دست خیلی ها رو نشده بود هنوز، اگر که ایشون تا لبه اون مرز آتش نرفته بودند و اینطوری با نشون دادن حسن نیتشون دست این اراده رو هم رو نکرده بودند. درود بر شما جناب خلیلی عزیز. قربان، با افتخار شما رو بشنویم. فقط من قبلش عرض کنم من متاسفانه جناب بختیاری رو نمیتونم دعوت کنم، مثل اینکه ایشون مشکل دارن، ولی خانم سبا خویی رو دعوت کردم که اگه بتونن با واتساپ باشون تماس بگیرن. شما رو هم اینوایت دادم تشریف بیارید روی استیج و شما رو بشنویم. ضمناً اگر از عزیزانی که روی استیج هستن هم صحبتشون تموم شده تشریف ببرن پایین که ما بتونیم از دیگر دوستانی که میخوان روی استیج تشریف بیارن دعوت کنیم، ممنون میشم. ضمناً ما یک روبه دیگه در خدمت دوستان هستیم، همینطوری هم البته 3 ساعت شد، 2 ساعتی که قرار بود انجام بشه، بعد دیگه کم کم سعی میکنیم که بیشتر از این دیگه طولانی نشه. حالا امیدوارم که البته بحثا اینقدر جذاب هست که من خودم شخصا واقعا حیفم میاد که تموم کنیم این اسپیس رو، ولی خب بایستی پایبند هم باشیم به قراری که گذاشتیم. جناب خلیلی، جناب آقای شما میکروفون زدید، شما بشنوید قربان و بعد هم میرسیم جناب خلیلی. نه، من اگر آقای خلیلی صحبتشون رو کنم من بعد ازشون صحبت خواهم کرد. در مورد اینکه که اونجا رفتم و کارکرد روانشناسیش یه نکته‌ای داشتم در خدمتتون خواهم بود. هر طور که صلاح میدونید. درود بر شما جناب خلیلی گرامی، میکروفون در اختیار شماست. خب درود بر شما، درود بر هموندان عزیز و مهمانان عزیز، جناب آقای عزیز. من اینجا آرمین خوشنودم میبینم، تمام بزرگواران و سروران عزیز هستن. جناب آقای، من عذرخواهی میکنم، سر کار هستم، میخواستم فقط یک موضوع کوچیک بگم، وقت بزرگواران نگیرم. من دیدم خیلی از دوستان نگران تاسیس یک شبکه ملی بودن، تصمیم گرفتم گفتم بیام اینجا من نظر خودم رو درباره این موضوع بگم، چون من احساس میکنم ما دیگه عبور کردیم از خلاء یک شبکه ملی، چون به باور من اون مبارزینی که کف خیابون دارن مبارزه میکنن شاید نسلی هستن، هم نسلهای من هستن که 2% رسانه های ماهواره‌ای رو اصلا دنبال نمیکنن. دقیقا اونا نسلی هستن که میتونن یک موضوع، یک جریان رو فراگیر کنن. شما اگر رسانه های شبکه های مجازی رو نگاه کنید میبینیم که ما داشتیم دیگه، این مرد رشدیه که اومد یهو فراگیر شد توی جامعه او میکرد، یا همین چند وقت پیش یک موضوعی یه مردی توی شبکه که در میان دیگه جدی میفرمایی این موضوعات رو ما دیدیم چطور توی جامعه فراگیر شد. ما اگه از یک پیرمرد 60 ساله 70 ساله 80 ساله پرسید تا یک جوون 10 ساله درباره اون پیرمرد رشدی ازش بپرسیم همه میشناسن. من به باور من نسلی که کف خیابون داره مبارزه میکنه
این موضوعات رو میتونه فراگیر کنه. کاری که سوشیال مدیا در این انقلاب کرد، شاید این شبکه‌های ماهواره‌ای با میلیاردها بودجه نتونستن بکنن. پس نگرانی از شبکه ملی نداشته باشیم، فقط من احساس می‌کنم باید بگردیم ایده نو پیدا کنیم که چطور گفتمانمون رو قوی‌تر کنیم، بتونیم این گفتمان تداوم داشته باشه و سرمایه گذاریمون رو بیشتر روی شبکه‌های مجازی و رسانه‌های مجازی بکنیم تا اینکه به دنبال شبکه ملی بشیم. چون شبکه ملی اون مبارزینی که کف خیابونن، 2% اونها هم به این شبکه کای ایران اینترنشنال و بی بی سی اینا توجه نمی‌کنن. من فقط خواستم این نکته رو بگم، از نگرانی درتون بیارم، چون واقعا احساس میکنم نیازی نیست به اینکه بخوایم یک شبکه ملی داشته باشیم. مرسی که به من گوش دادیم. متشکرم، سپاسگزارم. نکته خیلی مهمی رو اشاره فرمودید. واقعیت قضیه این است که ما اگر یاد میکنیم، من شخصا نظرم این است در تایید فرمایش شما، اگر یاد میکنیم از کاری که خدمتی که تلویزیون من و تو به انقلاب ملی ایران و بازگشت ما به باورهامون، تاریخچمون، پیشینمون و ارزشهامون کرد، مستنداتی بود که ساخت، روایتهایی بود که کرد در مقابل روایتهای سست اما پر هیاهوی تلویزیونهای و حالا ان ایرانیان و اینها، من خلاصه میکنم که اون رو لزوماً میشه، حالا میشه از پلتفرم‌های دیگه برای ابلاغش و اعلامش استفاده کرد. جناب آقای نازنین، میکروفون در اختیار شماست. خب من خیلی سریع، چون فرمودید آخر برنامه است، من خدمتتون عرض بکنم که اول کار ما اینه که برای نهادهای خودمون و برای چهره‌هایی که گفتمان ما رو به پیش می‌برن یا نمایندگی می‌کنن جای پا باز کنیم و بتونیم که اونقدر سرمایه اجتماعی گرد بیاریم از راه سرمایه اجتماعی پول، بریج، سوشال کپیتال که بتونیم مانور سیاسی بدیم و بتونیم کار انجام بدیم. یکی از چیزایی که ما داریم اینه که ما الان اپوزیسیون نظام اسلامی هستیم دیگه، ما که فقط اپوزیسیون دولت یا یک رویه سیاسی اقتصادی ویژه‌ای نیستیم، که ما کل این نظام رو، یعنی با یک اوردر ما جاب می‌خوایم، گرفتاری داریم و می‌خوایم اوردر خودمون رو، اون نظم جایگزین مشروطه خودمون رو جایگزین بکنیم. بنابراین توی اون نظم متفاوت ارزش‌های اخلاقی متفاوتی هستش. منتها جامعه یه مقداری ممکنه، بخش زیادی از خود من ممکنه هنوز درگیر این باشم و ندونم که فرق این نظام‌های اخلاقی چیه و اینها تا وقتی که روی هوا هستن معلوم نیستش و برای همین این در
این باید به دادگاه تجدید نظر تا بعد حکم اعدام داده جاوید نامان، محمد حسینی و محمد مهدی کرمی، قاضی ما هم همون هستش که آخرش نوشته ایشون یه حکم 5 سال تعلیقی هم داره که یعنی جدا از هم، یعنی من 6 سال بکشم دوباره بعد از اونم 5 سال بکشم و تمام عمرمون رو توی زندان باشیم. و نه تنها من، برای تمام بچه هایی که امروز توی زندان ها هستن، برای بچه های ملیگرا و وطن پرست، اینا احکام خیلی طولانی مدت میزنن. الان برای برادرم منشه 18 سال اینها دوباره زندان زدن، برای مادر بویا 5 سال زندان زدن و اصلا بدون یک روز مرخصی. الان برادرم منشه واقعا دیگه این دستگاه گوارشیش آسیب دیده به خاطر اعتصاب قضایی کرده شو با جناب شاهد و برزا عزیزشون خواستن که اعتصابشون رو بشکنن و متاسفانه که او 3 بار تا حالا پزشکی قانونی هست زده که این تحمل حبس نداره، ولی خب دستگاه امنیتی اصلا در نظر نمیگیرن این چیزها رو، مخصوصا برای بچه های وطن پرست و ملی‌گرا و ماها رو توی زندان نگه میدارن. و ما تنها امیدمون دوستان به شما هستش که صدای ماها باشید، یعنی نذارید صدای ما خاموش بشه. ماها اینجا داخل ایران که داریم فعالیت میکنیم از جانمون گذشتیم، یعنی به ایران سوگند. من سال گذشته در اوج اعتراضات ایران، زمانی که پرچم شیر و خورشید نشان ایران رو گرفتم دستم و به میدان شهیاد، به میدان آزادی بردم، یه سری با من گفتن که نه بر میکشنت، ولی من بردم و این کار رو کردم که بعد از 45 سال پرچم شیر و خورشید نشان ایران، پرچم ملی کشورمون در قلب تهران به اهتزاز در بیاد و هم جمهوری اسلامی و هم وابستگان جمهوری اسلامی، تمام این گروه های تجزیه طلب و نمیدونم کسانی که دنبال نابودی ایران هستن، ببینن که ایران فرزندانی داره که به قیمت جانمون ایستادیم برای به اهتزاز در آوردن و برافراشته ماندن این پرچم و تمامیت ارضی ایران. اینها چیزهایی هستش که خط قرمز ما مبارزین راه آزادی هستش و هر کسی که بیاد در مورد این چیزها اصلا سخنی بگه، این خیانت به ملت ایران هستش، خیانت به ایران هستش، خیانت به هویت ایران هستش، خیانت به خون شیرهایی مثل مجیدرضا رهنورد هستش که اون نماد زیبایی که شیر و خورشید رو روی دست خودش قالبی کرده بود، بعد به خاطر نماد شیر و خورشید این پسر رو، این سردار ملی رو دستش رو سوزوندن، بعد دستش رو شکوندن و در نهایت تناب دار و گردنش انداختن، ولی تا آخرین لحظه زندگیش از هدفش کوتاه نیومد و برای ایران جان فدا کرد و تمامی جاوید نامان. فقط و فقط از شما انتظار داریم که صدای ماها باشید. و الان یه صحبت کوچولو هم دارم نسبت به این کسانی که میان اراجیف میبافند صحبت کنن، آدم های بیاری که میان نسبت به جناب شاهزاده رضا پهلوی، پادشاه قانونی کشور، میان توی این تلویزیون های ضد مردمی دارن صحبت میکنن و الان اینها به نظر ما مبارزین داخلی ها یاوه‌گویانی بیشتر نیستن و ماهایی که جانمون رو گذاشتیم کف دستمون و برای ایران و ملت ایران داریم جنگیم، اعلام میکنیم که پادشاه رسمی این کشور بر اساس قانون مشروطه جناب شاهزاده رضا پهلوی هستن، نه کس دیگه. و اگر این رو بدونیم که مانند جمهوری اسلامی باشه که هر کسی وظیفه خودش رو انجام بده، شاه وظیفه شاهی هستش و خبرنگار وظیفش خبرنگاری، این رو حد خودتون رو بدونید، بدونید که کجا ایستادید و شماها به هیچ عنوان نماینده این ملت نبود و نیستید. ملت ایران از کف خیابون صدای رضا شاه، روحت شاد و ای شاه ایران برگرد به ایران رو دارن سر میدن و شماها کسی نیستید، عددی نیستید که بخواد برای یک ملت تصمیم گیری بکنید. ما مبارزین راه آزادی تا آخرین نفس ایستادیم پای ایران و یاد داره و جا داره اینجا یاری بکنیم از شیر پسرانی که امروز در سلول‌های انفرادی مثل مجاهد کورکور هستند و صدای این بچه ها باشید. خواهش میکنم صدای این بچه ها باشید، چون هر لحظه امکان اعدام این بچه ها وجود داره. جمهوری اسلامی سر این انتصابات و سیرک نمایشیش که گذاشته بود یکم شل کرده بود، ولی الان
دوباره ممکنه که اینها به خاطر اینکه خوب بندازن توی جان مردم توی ملت ایران بخواد اعدام بکنه و نذاریم این بچه ها نذاریم که اعدام بشن و صداشون باشیم. از همین الان که این بچه ها توی سلول های انقلابی هستن صداشون باشیم و فقط و فقط به امید آزادی ایران پاینده ایران. سپاس از مهرتون. متشکرم. صحبتی اگر دارید دوستان بفرمایید. میتونی باش. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. من هم باز هم درود میفرستم خدمت شما مرداد خان. وقتی واقعا بعد از شنیدن حرفای شما خیلی سخت حرف زدن، من بغض گلومو گرفته شخصا. من میدونم که برای خیلی هم همینطور هست. ای کاش بودید در کنارمون و میدیدید جمله جمله و کلمه به کلمه حرفایی که شما زدید. دوستان با قلب و با عشق شما رو همراهی کردن. من معتقدم ما ملت ایران هیچ کس رو جز خودمون و جز سرمایه غم مادرمون ایران نداریم. به بودن در کنار شما و قهرمانان وطن مثل شما، مثل منوچهر خان بختیاری، مثل فاطمه سپهری، مثل ناهید شیرپیشه عزیز و همه واقعا دلاوران این چنینی، میبالیم به داشتن شما افتخار میکنیم و یاد و راه و نام پویاها، نیکاها، مهساها، خدانورها، کیانها، نهشادها و سایر دلبندانمون، عزیزانمون رو گرامی میداریم. من اجازه میخوام از دوستان که جناب شیبانی را شما رو بشنوه برمان.
سپاسگزارم از شما. من هم باز هم عرض درود و احترام و ارادت دارم خدمت مرداد خان بختیاری و همه خانواده بختیاری. من معتقدم واقعا هرچند شاید عجیب به نظر برسه ولی واقعا باور قلبیم هست بعضی چیزا ژنتیکیه، بعضی چیزا که در ژن مثلا یه خانواده مثل خانواده بختیاری میبینی نمیشه احساس کنی که چنین چیزی. باورم این است که اینها بخشیش ریشه در ژن و بخشیش ریشه در تربیت این خانواده داره، همونطور که در خانواده فریدون و فرخزاد ما چیزهای شبیه این رو داشتیم و به تبع اولای اون در خاندان پهلوی ایران سازی، ایران دوستی و وطن پرستی و لیاقت و شرافت رو میبینیم. من هم واقعا به هموطنی و بودن در کنار شما مرداد خان بختیاری و خاندان بختیاری افتخار میکنم. بازم عرض میکنم کمیته مجازات عزیز درود بر شما. من شما رو بشنویم. من یکی دو نفر دیگه از دوستان هم سبا جان بفرمایید شما صحبت هایی. من بختیاری. فقط بخواهی که ببخشید چون مرداد جان رو خط. مرداد جان اگر صحبتی دارید جانم. صدا خیلی ضعیفه فقط سبا جان. و سخن آخرینم با این تموم میکنم. به یاد بچه های ملی گرای حقیقی مثل شهیدای همدانی، مثل بانو فاطمه سپهری بزرگ، مثل رضای سلمانزاده بزرگ که امروز چند سال هستش که زندان هستش، پدر جاویدنا مهدی سلمانزاده، به یاد سویلا حجاب، به یاد احسان قدیری و به یاد تمام بچه هایی که امروز در زندان های جمهوری اسلامی اسیر هستند و لحظه شماری میکنن که ایرانمون آزاد بشه تا دوباره این بچه ها برگردن به آغوش خانوادهشون، دوباره ما هم کنار خانواده هم باشیم. من امروز مادرم بیمار هستش، بیبی زهرا بیمار هستش و بارها بارها هنوز اصلا یعنی بهش نگفتم که به من دوباره اینها زندان دادن و امروز داشتش گلایه میکرد به من که من دیگه سنم رفته بالا و منوشه رو نمیبینم. ما امروز دوستان عزیز از خودمون، از خانوادهمون، از زندگی شخصمون گذشتیم و فقط به ایران میاندیشیم. من تمام سخنانم رو با نام ایران شروع میکنم و انتهاش رو با پاینده ایران جمعش میکنم. اول و آخر ما شده ایران، چرا که اگر ایرانی نباشه ما هم نیستیم. امیدواریم که هرچه زودتر شاه در تبعیدمون رو به خونه برگردونیم و دوباره ایران به اون شکوفایی و عظمت سالهای گذشتش برگرده، به تاریخ خودمون برگردیم، به هویت خودمون برگردیم و دوباره آبادانی و آزادی رو در کشورمون ببینیم. ما لورها در طول تاریخ برای دادیم، سینه سپر کردیم ولی هیچ موقع برای خودمون هیچ چیزی نخواستیم و امروز هم سربازانی مثل من، مثل منوشهر، مثل جاویدنام، پویا و مابقی فقط و فقط برای ایران جنگیدیم و خواهیم جنگید به امید بازگشت جناب شاهزاده رضا پهلوی به میهن، پاینده ایران. سپاس از همتون. باز هم سپاس از شما. ما هم امیدواریم، هرچند که به فرموده رضا شاه دوم این دفعه دیگه امید نیست، این دفعه دیگه باور همه ماست و این اتفاق به زودی خواهد افتاد. سپاسگزارم باز هم از شما، درود بر شما، پاینده ایران. جناب کمیته مجازات عزیز، میکروفون در اختیار شماست. من یکی دیگه از دوستانم ریکوست دادن، ایشون رو هم دعوت میکنم. فقط خیلی خواهش میکنم که کوتاه عزیزان فرمایششون رو بفرمایید و بعد هم برسیم به جمع‌بندی، چون اتاق خیلی طولانی شد. من از قولم تخطی کردم، شرمنده هستم ولی واقعا حیفم میاد. خیلی افتخاری هست در خدمت عزیزان بودم. درود بر شما و سپاس از این که من مایک دادین. سعی میکنم طور که گفتم فرمودید خلاصه سریع بگم. یه موردی که جناب حامد شیبانی فرمودن، این که یه خواهشی هم که ما ازتون داریم دقیقا همینه.
ائتلاف رو شروع کنید در جبهه پادشاهی خواهان. ما حالا با بقیه کاری نداریم و خواهش میکنم در جبهه پادشاهی خواهان این رو ائتلاف و اتحاد رو انجام بدین، همونطور که خودشون هم فرمودن. مورد دیگه که من میخواستم بگم، چقدر خوب میشه که اگر حزب ایران نوین سازماندهی ها رو به عهده بگیره و بیاد یه مقداری در زمینه سازماندهی های تظاهرات هم کار بکنه و همچنین حمایت از کارگرانی که اعتصاب میکنن. همونطور که میدونین اعتصابات و اعتراضات خیابانی دو تا چیزی که خیلی میتونه کار بکنه. و مورد سوم که جمله آخرم هم هست، این که قطع شریان هایی که جمهوری اسلامی داره از طریق اونها بالاخره کار میکنه و مبادلات میکنه. یه بخش زیادی مبادلات داره با اروپا، همچنان مبادلاتی داره در خود اون امریکا و افرادی که اونجا هستن، اینا همچنان به عنوان غده های سرطانی این رژیم اونجا فعالن. به نوعی بالاخره باید جلوی اینا گرفته بشه که دیگه جریان مالی رژیم کمتر و کمتر بشه، چون در هر صورت دارن نفت میفروشن، جز 16 کشور صادرکننده سلاح هم که شدن. سپاس از شما که مایک دادین. ببخشید طولانی شد. پاینده ایران جاویچ ها مایکاف. سپاسگزارم از شما، خیلی متشکرم. من فقط اجازه میخوام که پاسخ پرسش شما درباره اقدامات حزب ایران نوین رو بگذارم بعد در قسمت جمع‌بندی عزیزان بهش بپردازن. باز هم متشکرم و سپاسگزارم از شما. من یه عذرخواهی هم باید بکنم از عزیزانی که الان ریکوست دادن. من سعی میکنم اجازه رو بگیرم که زمان طولانی کنیم، ولی چون خیلی طولانی شد اتاق، باید شرمنده عزیزان بشم. فکر نمیکنم امکانش باشه که روی استیج تشریف بیارن. پوزش باید من رو بپذیرید. اکانت رضا پهلوی است. درود بر شما قربان، با افتخار شما رو بشنم. درود به شما، درود به هم تمام باشندگان. سپاس از اینکه این جلسه پرسش و پاسخ رو گذاشتین. مرگ بر سپاست ملا چپی مجاهد، زنده و جاوید با سلسله پهلوی. پاینده ایران و جاوید شد در ابتدا. من خواستم که ببینید، من سوال اینجا داشتم. خیلی من نمیشه گفت آدم سیاسی هستم و اینا، عامیانه با شما صحبت میکنم. من سوال داشتم از جناب آقایی، از جناب شیبانی، از جناب عبدالرضا که پارسال من با ایشون در جنوری پارسال صحبت داشتم در مورد خانم علی نژاد. خیلی دوست داشتم سوالاتی بپرسم. همه اینا رو به کناری میذاریم با توجه به اینکه شما فرمودید که اسپیس رو به پایان است. ولی واقعا من یه سوالی رو متوجه نشدم تا، یعنی جوابش و پاسخش رو نگرفتم تا حالا و دوست دارم بدونم. این هست که حزب ایران نوین با این اسم همچین پرقوت که ما در گذشته هم داشتیم و اینا، قرار بود در بعد از اولین کنفرانسشون مشخص بکنن که بالاخره پادشاهی خواه هستن، جمهوری خواه هستن یا وسط هستن، میخوان که اتحاد ایجاد بکنن. من دوست دارم در مورد این مسئله زر شفاف سازی بدون بی پرده و بدون تعارفات این مسئله روشن بشه. حزب ایران نوین چیست؟ آیا پادشاهی خواه هستند؟ یعنی هدف چیست؟ یا اینکه جمهوری خواه هستند؟ یا اینکه این وسط هستند، دوست دارن اتحاد ایجاد بکنند و این مسائل؟ و اگر فرصتی بود در ادامه، من دوست دارم از جناب عبدالرضا در مورد خانم مسیح علی نژاد سوال بکنم، طبق صحبتی که پارسال با ایشون داشتم. و خوشحال شدم که شما این اسپیس رو در گذاشتی، در جریان هستش و اینجا هستیم برای پرسش و پاسخ. سپاس از شما، من شنونده خواهم بود. سلام از شما، ممنونم از پرسش های خوبتون. من فقط یه اجازه میخوام از دوستانی که قرار هست پاسخ بدن. من خیلی خوشحالم از دوستان که من اجازه دادن، سه نفر دیگه که ریکوست دادن رو هم دعوت میکنم روی استیج که با افتخار شنوندهشون خواهیم بود. فقط قبلش در پاسخ به این دوتا پرسش عزیزان، جناب آقایی، جناب احمدی، جناب شیبانی ورود کنن. فقط خواهشن پرسش ها اگر درباره حزب هست رو اگه صلاح بدونید بذاریم برای اتاق مربوطه. امروز سعی کنیم هول تایتل بریم جلو اگه صلاح بدونید، که منحرف نشیم از تایتل.
قطعا ما اتاق درباره خود حزب هم خواهیم گذاشت در مورد پرسش هایی که مطرح هست مطرح کنیم. جان بفرمایید. خب یه جورایی مربوط میشد به خاطر این سوال کردم. بله خیلی بود. کار سیاسی است، کار سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق اعتراضات خیابانی و سازماندهی اونهاست. در حزب اسلامی کمیسیونی وجود داره به اسم کمیسیون انقلاب و این کمیسیون انقلاب وظایفی که داره همین هستش که بتونه این مهم رو در حد توان خودش پیش ببره. به هر حال با بخش بزرگ از هموندان حزب داخل ایران هستند، به غیر از اون کسان دیگه اصلا ارتباط دارن و اجازه بدید ما در حال راه اندازی چندین سامانه هستیم. اجازه بدید به وقت خودش و زمان خودش در موج‌های بعدی اعتراضات خیابانی بتونیم صحبت بکنیم، بیشتر صحبت بکنیم که حزب نوین چقدر تونست نسبت به ایده هایی که داشت موفق عمل بکنه و تونست به کجا بره. در صورت پاسخ به پرسش ایشون هستش که حتما همینطور است. حزب نوین یکی از وظایفش، وظیفه اصلیش نیست، یکی از وظایفی که انجام میده سازماندهی هستش و هماهنگی هستش بین مبارزان داخل ایران. من فکر کنم نیازی به توضیح بیشتری نداره مگر اینکه واقعا برای این موضوع یک اتاق بزنیم و راجعش بخوایم مفصل‌تر صحبت بکنیم و بررسی. اما پرسشی که پرسیدن که حزب نوین چیست؟ حزب نوین چیست؟ در مرامم حزب نوین به طور واضح نوشته شده. یک حزب سیاسی است، یک حزب لیبرال هستش، یک حزبی هستش خودش رو در سمت راست طیف‌های سیاسی میشناسه، یک حزبی هستش که خودش رو ادامه مشروطه میدونه، کسی هستش که باور داره به جنبش مشروطه، به انقلاب مشروطه، باور داره به پادشاهی پهلوی، باور داره که رضا شاه بزرگ فرزند انقلاب مشروطه بوده، باور داره که انقلاب مشروطه در دوران پهلوی، خصوصا پهلوی دوم و خصوصا حزب نوین حسن علی منصور و امیرعباس حویدا بودش که واقعیت پیدا کرده، واقعیت عینی پیدا کرده. شما اینکه حزب نوین چیست رو به راحتی در مرامنامه کامل حزب نوین میتونید پیدا بکنید. اینکه فرد یا یک حزب تشکیلات جمهوری خواه است یا پادشاهی خواه است رو همونجور که تمام صحبت امشب ما تعیین صحبت کردیم، مردم و هواداران هستن که تعیین میکنن. یعنی اهمیتی نداره، در نهایت دارم میگم که یک فرد، یک جریان، کسی که خودش رو متعلق به جریان ایرانگرا و پهلویگرا میدونه طرفدار چه نوع نظامی است. اگر مردم، قاطعیت مردم، قاطبه مردم از نظام پادشاهی حمایت میکنند که به گمان من میکنند و اگر امروز صندوق رأی بذاریم، جمهوری شانسی نداره که از صندوق رأی بیرون بیاد، هیچ گونه شانسی نداره. به طور مطلق بزنم صحبت بکنم، دیگه نگرانی وجود نداره که فلانی کیست، فلانی طرفدار چه نظامی است. و دلیل اینکه شما در مرامنامه حزب نوین هم شاید به واژه پادشاه خواهی اونجوری که دوست از اون خواست اشاره نشده، دلیلش همین هستش که وقتی که سه اصل رو شاهزاده رضا پهلوی تعیین کردن از خواست ملت، که یکی از اصول این هستش که به نتیجه رأی، صندوق رأی تمکین بکنه، نه تنها مردم
نه تنها این یعنی دموکراسی، که همه احزاب سیاسی هم. و وقتی که اکثریت قاطع هموندان حزب رنوین پادشاهی خواه هستند و وقتی که اکثریت قاطع هموندان حزب رنوین که پادشاهی خواستند برای برقراری نظام پادشاهی تلاش خواهند کرد و وقتی که اکثریت مردم و جامعه ایران با تمام شواهدی وجود داره پادشاهی خواه هستند، میتونیم پیش بینی بکنیم که نتیجه که اصلا داره میاد بیرون چیست. پس حزب رنوین هم که یک دورنمای سیاسی برای خودش میبینه و دیده و برای همین وارد میدان شده، شما میتونید ببینید که خودش رو آماده میکنه، از همین امروز آماده میکنه که در نظام سیاسی پادشاهی که از صندوق رای بیرون خواهد اومد بتونه کار بکنه. اما این نکته اما هم مهمه، اما آیا ما باید اون شرط و اصل شرط نبگیم، بهتر بگیم اصل سومی که شاهزاده رضا پهلوی تعیین کردن که صندوق رأیی باید باشه که مردم انتخاب بکنن بذاریم کنار، با اینکه میدونیم اکثریت پادشاهی خواستند؟ خیر. چرا؟ اینکه دموکراسی، اینکه سخت افزار دموکراسی در خدمت آرای عمومی قرار بگیره و آرای عمومی اثبات بکنن خودشون رو. ما امروز بر اساس بسیاری از شواهد و بسیاری از نظرسنجی ها و بسیار 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 دیگری از موارد میتونیم بگیم که جمهوری شانسی برای بیرون از صندوق رأی نداره. اما بذار صندوق رأی تعیین بکنه و پیش از صندوق رأی که یکی از اصلای شاهزاده پادشاهی هست، ایران رو پادشاهی ندونیم، که اگرچه میدونیم که هست، ننامیم، بهتر بگم ننامیم ایران آینده رو پادشاهی ننامیم، اگرچه میدونیم که از صندوق رأی چیزی جز پادشاهی بیرون نمیاد، و اجازه بدیم و فرصت بدیم به جمهوری خواهانی که فکر میکنند که میتونند رأی مردم رو تغییر بدن در فضا باشن. همونجوری گفتم به دنبال حذف کسی نباشیم، خود اون تفکر حذف خواهد شد اگر اون گفتمان قدرتی نداشته باشه. و امروز قدرتی هیچ نوع نظام سیاسی گفتمانش در برابر گفتمان پادشاهی نداره، این واقعیت اینیست. و اگر ما صحبت کنیم تمام مدت که در راه راستای قدرتمند کردن گفتمانی هستیم که فکر میکنیم که آینده ایران آزادی، آبادی، توسعه، حاکمیت قانون و همه مواردی که در دوران پهلوی دوم خصوصا دیدیم رو برای آینده ایران میخواییم در ساختار و نظام پادشاهی میبینیم، به قدرت اون گفتمان، یعنی قدرتمندتر کردن اون گفتمان، انسجام اون گفتمان، انسجام سیاسی اون گفتمان همت بگمانیم، اما دیگران رو حذف نکنیم. و این حذف نکردن دیگران به معنی نیست که اونها بپردازیم، خودشون بپردازن به خودشون، وظیفه ما نیست. صحبت تمام صحبت این اتاق این بودش که مصنوعی و تصنعی کسی رو وارد ائتلاف و اتحاد نکنیم. خود اونها گفتن که شما برید تجمع خودتون داشته باشید، خودتون برای خودتون باشید. بسیار خوب، ما هم همین کار کردیم و امروز اونها حذف شدن در سطح جامعه، عملی حذف شدن. کسی رو به زور و به اجبار وارد نمی کنیم، اما اقدام به حذف هم نمی کنیم. امیدوارم پاسخ داده باشم، خیلی ممنون، در خدمت. سپاس از شما، متشکرم. به دیگر سخن من فقط یه جمله عرض کنم بخشی از فرمایش شما. از منظر شخصی، شخص هادی جدیدی، شخص حامد شیبانی راد، شخص عبدالرضا احمدی و دیگران، من کسایی که عضو حزب هستن رو عرض میکنم، شخصا شاهزاده رضا پهلوی رو رضا شاه دوم پهلوی سوم مینامن از منظر شخصی. ولی از منظر حزبی همینطور که جناب شیبانی گفتند، مسئله چیز دیگری است. تمکین به نظر اکثریت و رأی مردم پس از گذار هست که هرچند باور قلبی و حتی باور جمعی ما این است که نتیجه پادشاهی خواهد بود. باز هم سپاسگزارم. دوستان عزیز، جناب احمدی، جناب آقایی، اگر که فرمایشی دارید بفرمایید، اگر نه جناب باقری آخرین عزیزمون رو بشنویم و بعد هم اتاق رو جمع‌بندی کنیم. چی سلام میدونید جناب احمدی، جناب آقایی؟ نه، شما هم حامد جان که همه موارد گفت، شما هم جمع‌بندی بسیار خوبی داشتید. فقط به لحاظ فردیشون دو دفعه اسم من رو بردن. برای اونایی که من از نزدیک میشناسن میدونن که خب برای کسیست که خودش رو یک سربازی میبینه در نهاد پادشاهی. بیش از این هم به نظرم به موضوع اتاق نمیخوره. حالا امیدوارم یه باری جلسه بذاریم در مورد ایران نوین و پلن هایی که داره. البته همونجوری که آقای گرامی گفت،
ببینید سناریوهای پیروزی یعنی هیچ در هیچ انقلابی در دنیا هیچ وقت نمیان بذارن روی میز بگم ما بخوایم اینجوری یه سیستم رو از کار بندازیم، یه سیستم رو از کار میندازن بعدن روشن میشه که چجوری از کار انداختن. یعنی تمام اتفاقی که در انقلاب یا روی این زمین آدمیزادی اتفاق افتاده قطعا ما هم پلنای داریم، بخشش اعلام میشه، بخشش هم بعد از پیروزی که قطعا از آن جنبش ملی ایرانیانه مشخص میشه که ما به عنوان یه ایرانی چه سهمی ازش داشتیم. من خیلی خوشحال شدم، ممنونم از همه دوستان، از خودت هادی جان بخاطر اینکه بسیار خوب مدیریت میکنی و از جناب میر آقایی که فرصت شد و هم بشنویم و هم و هم گفتگو کنیم و از من نه دیگه صحبتی نیست. ممنونم. سپاس از شما، زنده باشید، باعث افتخار بنده است در خدمت شما بودن. من یک جمله دیگه عرض میکنم دوستان، من همیشه باورم این است فارغ از این که ما پادشاهی خواه باشیم یا جمهوری خواه باشیم، دعوای الان ما واقعا دعوای پادشاهی یا جمهوری نیست. دعوای ما الان دعوای ایران گرایان و ایران ستیزان است، دعوای کسانی است که نگران آینده ایرانند و کسانی که به دنبال ویرانی ایرانند. از این مرحله که گذر کنیم، پای صندوق رأی به سر کله همدیگه در مورد اینکه نوع حکومت بهتر پادشاهی خواهد بود یا جمهوری خواهیم رسید. بگذارید هر چیزی رو به سر وقتش بهش بپردازیم. دوستمون پایین تشریف بردن، من برای اینکه بحث پینگ پونگی نشه یه نفر دیگه از عزیزان جناب قاسمی هم تشریف بردن روی سه. جناب قاسمی شما رو بشنویم و بعد هم دیگه جنبندی نهایی رو داشته باشیم. درود بر شما. درود بر شما. من میتونم صحبت کنم؟ بله بله، خیلی کوتاه بفرمایید. بله، من انتهای اتاق هستم. درود بر همه شما از بالا تا پایین. من قبلا هم اومدم اینجا مایک خواستم، شما ندادین، یعنی کسانی که بعد من اومدم مایک دادین، منم نوشتم اونجا. من میخواستم بپرسم که ما باید با کی اتحاد کنیم؟ با جمهوری طلب ها، با افرادی مثل آخوندی که ما رو گول زدن در 20 فوریه پارسال در بروکسل و در استراسبورگ، بعد اومد نشست توی تلویزیون انترناشنال گفت ما آلترناتیو نداریم، ما با این افراد هیچ اتحادی نداریم. حالا من نمیدونم شما اینجا نوشتین با اپوزیسیون ما اتحاد کنیم، با کدوم اپوزیسیون؟ اینو من متوجه نشدم. خواستم این سوال بکنم از شما. و ما کسانی که من خودم نسل 57 هم در اون دورم که در همون گارد جاویدان بودم چاپلوسا رو دیدم که باعث شدن حکومت اعلیحضرت سقوط کنه و الانم دارم میبینم. ما باید همه با هم باشیم. اگر با هم نباشیم، این جمهوری طلب ها ما داریم میبینیم تو این اسپیس هاشون. من پریشب رفتم توی اسپیسی که آقای حافظی این اونجا بودن، داشتن توهین میکردن همین جمهوری طلب ها به رضا شاه دوم. ما با این جمهوری طلب ها هیچ اتحادی نداریم، چون اینها در استراسبورگ در 20 فوریه در همین بروکسل که این همه پادشاهی ها اومدن از ما سوء استفاده کردن و بعد در ماه مارچ شما دیدین که آقای آخوندی با اون ایلخانی اینا در بروکسل یک تجمعی دادن، پادشاهی خواه ها تحریم کردن 200 نفر، بازم 100 نفرشون پادشاهی خواه بودن اونجا. جان قاسمی، درود بر شما، زنده باشید، سپاسگزارم از شما، ممنونم. من اگر که در رعایت نوبت بر دعوت قصوری بوده عذرخواهی میکنم، کوتاهی از بنده بوده، امیدوارم که بنده رو ببخشید. و در مورد تایتل هم من اتفاقا عرضم رو در همون چتون که شما نوشتید عرض کردم. واقعیتش این است که از گفتمانی هم که انجام شد، از گفتگویی هم که انجام شد، مشخص بود که هیچ کس به دنبال این نیست که بریم با کی ائتلاف کنیم، الان برگردیم تجدید نظر کنیم در این که برگردیم نمیدونم گروهی مثل گروه مهسا رو شکل بدیم و اینها. بیشتر صحبت سر این بود که چقدر واقعا نیاز هست یا نیست، و همه هم جنبندیشون این بود که همین فرمایشی که شما کردید. فقط یه نکته بنده عرض کنم، ما نیاز داریم به این صحبت ها و شفاف شدن اینها، چون جنگ ما جنگ روایت هاست در مقابل پروپاگاندای رسانه های
طرف مقابل ما بایستی به این مسائل بپردازیم در مقابل یاوه هایی که میان با فراهم میکنند و به خورد مردم میدن، بایستی به اینها بپردازیم تا شفاف کنیم واقعا چه کسی راست میگه، چه کسی دروغ میگه، چه کسی بر حق هست و چه کسی داره آب آسیاب جمهوری اسلامی میریزه. این تایتل و این اتاق و این گرده همایی اصلا به معنی این نیست که ما نظرمون بر این باشه که اپوزیسیون بایستی اتحاد کنه برای سرنگونی جمهوری اسلامی. این چیزی است که از فرمایشات تک تک سروران هم میشد استنباط کرد. خب ممنونم از شما، سپاسگزارم از همه عزیزان که در کنارشون بودیم، در کنار ما بودن. من اجازه میخوام از جناب میلاد آقایی عزیز شروع کنم با جمع‌بندی، بعد هم جناب احمدی اگه فرمایش اضافه تری دارن و بعد هم حامد جان شیبانی راد رو بشنویم و بعد هم با سرود ایران از خدمت سروران مرخص بشیم. جناب آقایی میکروفون در اختیار. ممنونم از برنامه‌تون و اینکه حوصله کردید این همه ساعت، همه کسانی که درخواست دادن رو شنیدید. نکته پایانی یا نتیجه گیری انتقادی اگر داشته باشیم و پامون رو زمین بذاریم و فکر بکنیم که حالا ما یه مقداری مباحث مفهومی و ذهنی رو داریم با هم دیگه در میون میذاریم یا همه اینا، ولی آخر سر رو زمین چی داریم؟ ما روی زمین با مسئول خود راجب جمهوری و اینکه جمهوری چه هست ساعتها صحبت کنیم، تجربه جمهوری در جهان از روم باستان تا امروز و همه اینا، ولی اون چیزی که گفتمان جمهوری و نهادهای جمهوری رو در ایران شکل داده یک هسته کانونی داره که کلکتیویستی هستش و از این راه جمهوری اسلامی، اصلاح طلبهاش و اون بخش اسلامیستیش، گروه های تجزیه طلب، مجاهدین خلق، فداییان خلق و همه این گروه های گوناگون رو میتونه کنار هم جمع بکنه، به خاطر اینکه جمهوری مانند بسیاری از ایده های قدیمی جمهوری در واقع رد پادشاهی هستش، نه الزاماً ایده ای از درون خودش نداره و صرفا میگه که هد آف استیت باید اونی باشه که من میگم، نه اونی که موجوده. و بنابراین اگر از این تعریف بیایم بیرون، گفتمان جمهوری و نهادهای اون رو نگاه بکنیم، میبینیم که اینها هیچ کدوم چشم‌اندازی ندارن برای اینکه ما به کجا میخواییم بریم، کارنامه ورشکسته‌ای دارن و مردود هستن و از طرف دیگه انگیزه نمیتونن بسازن. یعنی چیزی که ما داریم اینه که ما میتونیم خورده روایت، یعنی میکرو نراتیو ما میتونیم تولید بکنیم در جبهه خودمون، ولی اونها نمیتونن این کارو بکنن. یعنی مثلا یه جمهوری خواه وقتی میخواد میکرو نراتیو تولید بکنه، مثلا میخواد چی بگه؟ بگه اون کاری که میرحسین کرد این بودش که گفت دوران طلایی امام، یا بقیه میخوان چی بگن؟ بگن اون روزگار خوش خمینی، یا بگن چقدر زیبا بود اون روزی که رجایی رئیس جمهور شد، یا اون روزی که باهنر پرپر شد و ما چقدر خندیدیم. این میکرو نراتیو جمهوری میتونه باشه یا و بنابراین نمیتونه انگیزه و چشم‌انداز تولید کنه، از این راه در اون ناتوان هست در درست کردن بودجه. و من اومدم یه چیز راجع به چیز جوکی نوشتم و یه طعنه‌آمیزی نوشتم که جمهوری‌های ایده جمهوری در ایران جمهوری چک هست، که یه کنایه داره به اون کشور جمهوری چک، ولی جمهوری چکی هست. یعنی حالا ما چکی برای شما می‌نویسیم، شما برو که حالا ببین ما کی اینو نقدش می‌کنیم. ولی گفتمان پادشاهی، من با خیلی ها گفتگو کردم در مورد اینکه آیا واقعاً ایده پادشاهی دارن، خب خیلی ها دارن ولی بعضی هم ندارن. ترس اونها از روی کار اومدن دوباره جمهوری است و روی زمین گزینه ایرانی سازگاری که حقوق فردی رو حفظ بکنه و بتونه آزادی ها رو پشتیبانی بکنه، به سمت توسعه و تمدن بره، همون جمهوری پادشاهی هستش. و بنابراین پادشاهی گزینه ایرانی سازگار به مفهوم دولتگرایی ایرانی رو بروز میده، ریشه در مشروطیت ما داره و اون گفتمان 70-80 ساله‌ای که به انقلاب مشروطیت انجامید. بنابراین آخر سر ما روی زمین وقتی بخوایم گزینش واقعی انجام بدیم، به این دوتا گزینه میرسیم که بتونیم که انتخاب بکنیم. بنابراین ما در
اندیشکده کوروش در اون برنامه اولی که داشتیم برای نخست در واشنگتن، عرفان قانعی‌فرد گرامی اعلام کردش که ما کارمون گسترش گفتمان پادشاهی ایرانی و مدت ها هم از رو همین قضیه فقط کار میکنیم. از این منظر فکر میکنم که ما میتونیم که گام های زیادی برداریم و همکاری ها هم در همین زمینه میتونه باشه. همونجور که گفتم یه جنبش اجتماعی و هم در همگرایی او نیاز نیستش که ما حتما کاغذ قلم بیاریم یک متن قرارداد ائتلاف بنویسیم، بلکه نسبت به روایت ها و گفتمانی که داره به پیش میره چون ارزش های اخلاقی خودش رو میسازه ما میتونیم با هم دیگه همگرا کار بکنیم. مثلا ما هیچ کدوم ما شما در جبهه پادشاهی نمیبینید که دادگاه انقلابی رو توجیه بکنن، قتل کسی رو بخوان تبلیغ بکنن، یا اینکه بگن برید شما خرابکاری هایی رو انجام بدین به شکل سیستماتیک، بذارید آدم ها رو بکشید و لت و پار بکنید و نابود بکنید و اینها. تنها حرفایی که زده شده در چارچوب های اخلاقی گفته شده خرابکاری شرافتمندانه یا دفاع از خود در چارچوبه که حقانیت داریم و معیارهای بین المللی هم هست، در همین چارچوبای اخلاقی گلوبال جهانی پذیرفته شده ای که همه انسان ها میپذیرن ما داریم گام برمیداریم و بنابراین این اون اخلاقیاتیه که ما رو به هم نزدیک میکنه و خیلی نیاز به اون مانورای سیاسی ارزان و بیانیه مشترک مثلا بنویسیم، ولی بدون اینکه حتی یه امضا پاش باشه و سالها کار اپوزیسیون همین بوده دیگه. نگاه میکنید جای مختلف بیانیه های فراوان بدون امضا اسم ندارن، یعنی گروه ها بیرون از کشور هستن، امنیت هم دارن، ولی حاضر نیستن هیچ کدوم پای اون بیانیه رو امضا بکنن به خاطر اینکه میگن دعوا میشه که چرا اسم این هست اسم من نیست، اسم من هست اسم اون. و حالا گروه هایی که معمولا قدیمی تر هستن گرفتاری رو دارن. خیلی سپاسگزارم از همه کسانی که گفتند و شنیدند و امیدواریم که دری گشوده باشیم به روی آگاهی بیشتر و سپاسگزارم از دوباره از همه کسانی که من رو آگاه کردن در مورد مواردی و آموختم ازشون. پایدار و پرتوان باشید، خسته نباشید و بدرود به همگی. پایدار ایران شاهنشاهی تا همیشه. آلی فکر کنم آدی حالا اومد یا نه. من اگر بخواهم من برگشتم برسته ببست نه من همونجور که حالا کوتاه کنم جناب آقایی هم گفت مفاهیم تجددخواهی در ایران چه جمهوریش چه دولت ملتش همه اینا در عصر پهلوی با سیستم ایرانی آمیخته شده، یعنی پادشاه مشروطه حالا قبلا هم صحبت کردیم نوشتیم الزاماً فقط یه پادشاهی نیست، یه مشروطه‌ای داره که حالا درسته قدرت پادشاه رو در واقع مشروط کرده اما یه پارلمان هم در دلش آفرده، یعنی ما همه این مفاهیم ایرانیزه شده در این علت اصلا علاقه غالب ایرانی ها به ریوایول به این برگشت به این فرشگرد به اون نقطه‌ای که در واقع آغاز ایران مدرن نو بوده که با خاندان پهلوی هم عجین شده، به خاطر اینکه در اون دوران همه این مفاهیمی که حالا ما به نام مفاهیم تجدد میشناسیم در اون سیستم ایرانی بروز شده بوده، براش تعریف شده بوده و کار هم میکرده حقیقتا تا زمانی که به هر حال مورد این شبیخون 57 قرار میگیره و اون سازوکار از کار میفته. در مورد اپوزیسیون هم بحثا بسیار روشن بود، ولی جنبندی که من بکنم گفتم اهدافی که تعریف بشه توسط گروه ها
خانه‌ها امکان اون همگرایی رو به وجود میاد. البته که نقطه‌ای که اون نقطه صفری که کاملا سیستم فعلی متلاشی میشه، احتمالا یک سری همکاری استراتژی حتی بین گروه‌های ناهمگرا ممکن وجود بیاد، اما اینا چیزاییه که باید در بستر زمان، ولی در حال حاضر باید تمام نیروهای همگرا بتونن هم دیالوگ پیدا کنن، هم مثل در واقع یک مثالی یه رد لایتی هست در زمان جنگ سرد که حتی دوتا نیروی در واقع در روبروی هم یه خطوط ارتباطی رو گذاشته بودن که امکان در واقع هشدار باشه. ما حتما به همه این خطوط ارتباطی گفتمانی نیاز داریم، اما در جبهه خودمون ایرانگرها نیاز به کار بیشتر تو حوزه سازماندهی داریم و با توجه به اینکه شما هم گفتید، دیگران هم گفتن، اون پایگاه اجتماعی و اون نماد پایگاه اجتماعی که شاهزاده است در زمینه ایرانگرایی است، به نظرم آینده جنبش به قطع به پیروزی ملت ایران منجر خواهد شد. ممنونم. سپاس از شما، متشکرم. من تا حالا اینقدر ندیده بودم ریپورت این مدلی. به قول دوستان باید بیشتر در خدمتتون باشم توی توییتر تا یاد بگیرم. جناب شیبانی، صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم. قربان، فرمی تا 3 ساعت هم بیشتر شد که در خدمت دوستامونی. واقعا سپاس از صبوری و زمانی که عزیزان همه گذاشتن و تشریف داشتن در کنارمون. خیلی از همگی متشکرم. و بعد از فرمایش شما دیگه من با اجازه با سرود ایران اتاق رو پایان می‌رسونم. عرض دیگری من نمی‌کنم. مرسی. من فقط تشکر کنم از همه عزیزانی که لطف کردن و 4 ساعت هست، ما قرار بود 2 ساعت برنامه باشه و 4 ساعت هست دقیقا در اتاق حضور داشتم. من فکر میکنم که بایستی 1 ساعت زودتر بیاریم این برنامه رو، چون ایران الان اگر اشتباه نکنم ساعت 3 صبح هستش و خب درخواست خوبی نیست از هموندان داخل ایران که بخوان تا این ساعت بیدار باشن. فکر کنم از جلسات آینده باید 1 ساعت زودتر برگزار بکنیم. من فکر میکنم که همه صحبت‌های امروز به این نتیجه رسوند ما رو که اون اتحاد کلاسیکی که همه از اپوزیسیون انتظار دارن که بخشش هم القاء شده است به جامعه، چون که زمانی که گفتمان قدرتمندی در فضای جامعه سیاسی نبود، گفتمان ایرانگرایی، پهلوی‌گرایی و شخص قدرتمندی هم صحبت کردیم از پیش از سال 95 به تو دقیق‌تر قبل از 92 رو بخوایم نگاه بکنیم، شاهزاده رضا پهلوی متاسفانه و این ننگ همه ما هاست که در ایران زندگی می‌کردیم، اون جایگاه امروز رو نداشتند و به دلیل نبودن این قدرت رهبری و راهبری و محوریت فضای سیاسی، اون داستان ائتلاف و اتحاد القا شده بود به جامعه. اما امروز ما اونجا نیستیم. القا شده برای اینکه هم افسایی نیروها باشه، اما امروز ما اونجا نیستیم. همه صحبت های امروز هم تأکید و تأیید این صحبت بودش که ما بایستی جریانی که قدرت داره رو قدرتمندتر بکنیم اگر میخوایم جمهوری اسلامی سرنگون بکنیم، و دنبال راه‌های تضعیف یک گروه و یک فرد و یک جریان به این صرفاً به این دلیل که بقیه بتونه کنار بقیه بشینه، بقیه که نمیتونن تحمل بکنن اون قدرت رو بذاریم کنار، گفتمان خودمون رو قدرتمند بکنیم، ائتلاف رو بگذاریم در همون ادبیات سیاسی و روزهای پایانی، و امروز از میلاد به درستی و از همگرایی نیروها صحبت بکنیم، از انسجام نیروها صحبت کنیم و از قدرتمند کردن این بلوک سیاسی ایرانگرایی که خودمون بودش متعلق میدونیم. و به حال حزب رنوین هم وظیفه خودش میکنه در این مسیر گام برداره. امیدواریم که از فیدبک های عزیزان، از همراهی هواداران و همراهان استفاده بکنیم که توی این مسیر به هر حال قدم برداشتیم، قدم محکم و استواری برداریم، و استقبال میکنیم از اینکه اگر نقدی به ما وارد هستش شما بگید، چون اومدیم مسیری رو که مسیر سختی است و امیدواریم که با کمک شما بتونیم طی بکنیم. ممنونم بازم از همه عزیزان. تا برنامه بعدی، بدرود، ارادت. سپاس از شما، سپاس از همه سروران که در کنار ما بودید، باعث افتخار بنده بود، آموختم از همگی. پاینده ایران و تا ابد جاوید شاه.
پاینده باد خاک ایران ما. بدرود عزیزم.